ګران دوستانو سلامونه او احترامونه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز، به عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم. امروز پنجشنبه 22 اکتبر 2020 میلادی است و بالای اوزای جاری افغانستان صحبت خواهیم کرد. اخبار از افغانستان داریم. خبر اول موضوع گرم که بعد از 7 ماه انتظار معرفی وزرا به پارلمان بود تا رای اعتماد از اونجا گرفته شوه. آقای غنی خود 23 نفر چهره ها را برای وزارتخانه ها به حیث وزیر و همچنان کابل بانک و رؤسای بانک ها را با پارلمان با خود برده بودند تا رای اعتماد شورای افغانستان ببرند. به هر حال خبر البته سرخط اخباری دیروز بود. کسانی در اونجا دیده شدند که نیمه نیمه با آقای دکتر عبدالله و آقای غنی در تفهیمی که صورت گرفته بلا سر تلفن های مکرر پامپیو با آقای غنی که آقای عبدالله هم باعث برنده گرفته شوه با اونا و بعد از سوگند های فراوان و موقف گیری های فراوان آقای غنی بالاخره باری دوم در این دور با آقای عبدالله تسلیم گردیدن. میدان برده را نابرده اعلان نمود و حکومت باز هم به حیث یک مصلحت نیمه نیمه این بار ریاست اجرایه با ریاست شورای عالی مصالحه تعویض گردید و هر کدام این چهره ها مربوط امی افراد و اشخاصی که در رأس اقتدار افغانستان در طول 2 دهه تقریبا قرار داشتن باز تقسیمات شروع میشه و شورای افغانستان که البته او هم یک شورای قلابی و غیر مردمی است و دلار در اونجا را داره و وزرا و اینا با دلار رای اعتماد اونا را خواهد گرفت و البته این معرفت اینا به شورای غیر مردمی همین معنا را افاده می داره. به هر حال خبر اول بود و همچنان تلفات بیشمار قوای امنیتی افغان تخار البته بلا سر حملات مکرر طالبان در ولایت تخار بیش از 40 سرباز و قماندان امنیه و البته کشته شدن در او ولایت. یک روز واقعا ماتم زده به قوای امنیتی افغانستان بود و همچنان در اعماق اکناف افغانستان جنگ ها در 24 ولایت مشتعل هست و ایزومی از او مردم افغانستان هستند. به هر حال او خبر بود و تاکید استولتنبرگ به ای که ایالات متحده امریکا و ناتو قوای خود از افغانستان بیرون خواهند کرد به شرطی که خشونت کم شود و حرفای تکراری ستولتنبرگ شنیده شد. به هر حال بالای همون مسئله هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد و تبصره های خود و شما را خواهیم داشت انشاءالله در لابلای پروگرام. و یک فاجعه ای که دیروز صورت گرفت و همه اخبار رسان و رسانه های جهانی را احتوا داشته بود، ما این پی آر رادیو، رادیو مردم یا پابلیک رادیو در امریکا دیروز مکرر بالای مسئله صحبت می شد که در استادیوم ورزشی در ولایت ننگرهار مردم جمع شده بودند با کانسلیت پاکستان تا ویزه پاکستان بگیرن. کسایی که مریض و علیل بودن برای تداوی با پاکستان و بعضی ها میخواستن از این ملک بیرون شون و با پاکستان برن. به هر حال تعداد کثیر خصوصا بیش از 15 تا 20 تن از خانم ها جان دادن و زیر پا گردیدن در هجوم مردم. یعنی این نشان میده که در افغانستان مردم تداوی نمیشن، با پاکستان که البته
در جوار افغانستان قرار دارند میخواین برای تداوی به بیمارستان های پاکستان مراجعه نمایند تا مریض های ما در پاکستان تداوی گردد. برحال همه طورت یک شرم‌آور بود به نظر ما. وقتی بعد از مدت 20 سال دستاورده ها و پول هایی که حق و ناحق به جیب از اینا افتادن، بالاخره مردم ما به هجوم به پاکستان و برای التیام دردهای خود به پاکستان زیر پای خود افغان خمیر میشن و خصوصا دوشیزه های افغان جان میبازن. دلخراش بود و داستانهای با خود داره میشه. اگر پای یک تحلیل در میان بیاب ارتباط میگیره با وضع افغانستان که با کدام حد ناگوار هست که یک مریضی یا بیماری عادی در افغانستان تداوی نمیشه، التیام نمیشه. در همه سکتورهای افغانستان از طب و طبابت، تجارت، زراعت اما واقعا تزویری هست و علت هم همی که مردم در افغانستان یعنی نه دستاورد برای اونا کسی آورد و نه یک کسی تعلیم درستی کرد در افغانستان و نه یک آسایش اجتماعی دارن و وقتی بیمار میشن در افغانستان التیام حاصل نمی دارن و بهترین دریچه امیدی از اونا بالاخره پاکستان میگردن. او خبر هم با خود داریم و اخبار امروز داریم که واکنش حکومت افغانستان در ولایت تخار بعد از تلفات بیشماری که قوای امنیتی در ولایت تخار دادن، بالاخره اینا خواستن که طالب نشانه بگیرن قوای هوایی افغانستان و چند تیاری که دارن و چند پیلوتی که از زمره چند تا از اونا کشته شدن در تصادم دو هلیکوپتر در ولایت هلمند، بالاخره پرواز میکنن در ولایت تخار جایی که طالب نشانه بگیرن. یک مسجد ویران ساختن در اونجا، تعداد کثیر جوانان و خردسال افغانستان تو میامی حمله و بمباردمان گردیده. دلخراش بود دوستان عزیز خبر امروز و متاسفانه هم طورت بعضی اخبار خرد و ریزی هم داریم. انشاءالله یکه یکه دانه دانه بالای هر کدام تبصره های خدا و شما را خواهیم داشته. وجوب داریم به خبر اول. انتظار به پایان رسید. سرانجام پس از ماها تأخیر رئیس جمهوری کابینه اش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می کند. خوش آمدید جلاد ما. رئیس جمهوری می گوید که او به خاطر احترام به قانون اساسی به اینجا حضور یافته است. مجلس توسط جلاد ما رئیس. اما سخنانش بیشتر در پیوند به جنگ و صلح افغانستان است. می گوید طالبان خشونت را افزایش داده و در قطر هم حاضر نیست که اختلاف ها را از راه شریعت حل کند. دوی طالبان تولاندیزو که سکر اختلافی مواد دی راسی پا قرآن کریم سنت نبوی او شریعه بانده علسی او اغوی وی نه دی اغوی موافقه هم بی کاسر باید دا اساسی گوره چه اسلام نتوک استازی توب کهی. آقای غنی میگوید پشتیبانی مالی و نظامی امریکا از افغانستان ادامه خواهد داشت، اما تاکید بر این دارد که از فرصت کنونی باید استفاده شود. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان انتقاد میکند که نمایندگان مردم در روند صلح دخیل نیست و همچنان کندی در روند صلح مردم را ناامید کرده است. که به صورت مستقیم در جریان پیشرفت‌های مذاکرات صلح گذاشته شود تا بتواند بهتر هزار زمان دیگر نقش ملی و رسالت تاریخی خود را به انجام برساند. رئیس جمهوری میگوید با تایید این چهره‌ها افغانستان یک کابینه متحد خواهد داشت. 23 نامزد وزیر و رئیسان امنیت ملی و بانک مرکزی از جمله کسانی هستند که باید از سوی مجلس نمایندگان رأی تایید بگیرند. ولسی جرگه باید رأی اعتماد بده و مشروعیت بده به هر دو قوه دیگر، یعنی قوه اجرایی و قوه قضاییه، تا اینها از آدرس مردم مشروعیت داشته باشند و برن به اصل وظیفه خود که خدمت گذاری برای مردم هست. دی خپل مسئولیت دی ادا کولو بخاطر دی وکیل را دی وکیل را نه دی ملت را ده. موږ خپل رایه یا اعتماد پر هغه چا باندې وکړو چې هغه واقعا هغه امانت وساتلی شي. مجلس نمایندگان یک هفته فرصت دارد که سندهای تحصیلی این افراد را بررسی کند و پس از آن برای آنان صندوق بگذارد.
بسم الله. رئیس جمهوری پای لرزان راهی جایگاه می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ظاهراً رئیس مجلس دست پاچه شده است. فراموش می کند که بعد از سرود ملی سخنان را آغاز کند. رئیس جمهوری کمکش می کند. ببخش. زمان که رئیس جمهور غنی درباره مبارزه با فساد و انکشاف متوازن صحبت می کند، این گونه مراسم به هم می خورد. عثمانی صاحب. برایش مهم نیست. نه حرف رئیس مجلس و نه هم دیگر همکارانش. تا اینکه صبر رئیس جمهوری به سر می رسد. بستم. خشمی که ظاهراً ختم شدن ندارد. این کف زدن ها هم تأثیر روی اوضاع ندارد. از خود گرفته همه را گناهکار می خواند. یو نفر بی گناه نده. پول گناهکاره یو. پول باید لاس ورکو. پول باید اعتراف کو چه تیر نگرسو. حالا دیگه شاید فرصتی بیشتر از این برایشان پیش نیاید. نورزی صاحب، نورزی صاحب، بفرمایید اجازه‌تان. وقتی آقای غنی این رو میگوید. زنای افغانستان هیچ وقت به عقب نخواهد رفت. اما دیگران نمیخواهد دل رئیس جمهوری برنجد. کف زدن ها همچنان ادامه مییابد. هرچند این انتقادها ظاهراً به مزاجش خوش نخورده، اما میگوید زیر چتر نظام جمهوری همه آزادند و هر کس فرصت انتقاد را دارد. پایان انتظار برای معرفی کابینه جدید. نزدیک به 7.5 ماه پس از مراسم سوگند، کابینه برای گرفتن رأی تایید مجلس نمایندگان به این مجلس معرفی شد. چهره هایی که توافق سیاسی دو شریک آنان را به این کرسی ها رساند. اما بیشتر چهره های معرفی شده از چهره های نزدیک به رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عالی مصالحه هستند. از میان 12 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس معرفی شده از سوی رئیس جمهور غنی، محمود کرزی برادر رئیس جمهوری پیشین، محمد طاهر زهیر از چهره های نزدیک به سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری و احمد جواد عثمانی از چهره های نزدیک به عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی هستند و 10 تن دیگر از چهره های نزدیک به رئیس جمهوری. آقای عبدالله دست و دلبازی بیشتری به خرج داده و از میان 11 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس معرفی شده از سوی او، چهره های بیشتری به متحدان سیاسیش اختصاص یافته است. از این میان معصومه خاوری از چهره های نزدیک به محمد محقق، قدرت الله زکی و بشیر احمد تینج از چهره های نزدیک به عبدالرشید دوستام و عباس بصیر از چهره های نزدیک به محمد کریم خلیلی از متحدان آقای عبدالله کرسی های وزارت مخابرات، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی و تحصیلات عالی را به خود اختصاص دادند. برخی باورها بر این است که گزینش ها به اساس توافقات سیاسی از پاسخگویی کابینه می کاهد. هرگاه به اساس سلیقه های گروهی، حزبی، سمتی و یا امثال از اینها گزینش وزرا صورت بگیره، طبعا در ارتباط به پاسخگویی و در ارتباط به عملکرد وزرا نقش منفی را بازی خواهد کرد. اما نمایندگان مردم در مجلس تاکید دارند که به افراد جدا از سلیقه ها و آدرس های شخصی و بر بنیاد معیارهای تعیین شده رأی خواهند داد. برای ما چند چیز مهمه، یعنی معیاری که من میتونم رأی بدیم و عبارت عزیز که اول تحصیلات عالی داشته باشه، دوم تابعیت افغانستان داشته باشه و سوم خدمت بکنه که به منازعه های به اصطلاح قومی اینا دامن نزنه، واقعا وفادار باشه به کل افغانستان. گرچند پیش از این وزارت دولت در امور پارلمانی و هیئت اداری مجلس نمایندگان تایید کرده بودند که مدرک های تحصیلی شماری از نامزد وزیران مشکل دارد، اما حالا مجلس نمایندگان یک هفته فرصت خواهد داشت تا بار دیگر سیاه را از سفید جدا کند و سپس برای نامزد وزیران صندوق رأی بگذارد. بله، آقای نصری عضو فعال حزب وحدت افغانستان، اول خب شخص را که رای اعتماد میتیم، اما نرم هایی را که در نظر خواهند گرفتن تحصیلات عالی است. نمیدونم تحصیلات عالی چی معنا را افاده میداره، که یعنی یک نفر دکتر و انجینیر و اینا، هر کدام از اونا دوزو قرارتگر بودن. امی کسایی که انجینیر همیاله متفکر و دکتر و ماستر در ارگ چند تا از اونا نشستن و افغانستان با در آتش جنگ و فقر می سوزه. ای وزرایی که تحصیلات عالی خو اکثر از اینا را ما هم می شناسم. نه تحصیل عالی داره، نه تربیه عالی داره و نه دلسوزی عالی داره، نه شهامت و غیرت افغانی دارن،
نه وجدان افغانی اسلامی دارن، نه ایمان در درون دل از اوناست، صرف برای جیب خود، برای خواسته های شخصی خود در اونجا گماشته شدن و زیر چکمی بادارشان با پیش میرن. وقتی اونا نبودن اینا هم گم میشن، فرار میکنن. این کسایی که تحصیلات عالی دارن اکثر از اینا از بیرون برای چور و چپاول دارایی های مردم افغانستان به افغانستان کشانیده شدن. شما میربانی کنین همین چهره هایی را که اینا معرفی داشتن تحصیلات عالی دارن، کدامی از اینا در افغانستان باقی خواهند ماندن اگر یک صفحه جدید باز شود در سیاست افغانستان و این حکومت سرنگون شود، از بین برو و گم شود؟ برای ما بگوین لطفا. و بقیه که اونجا هستن مربوط احزاب و اینا، اونا هم فراوان دزدیدن میرن به دوستم خوب، واقعا میرن به ترکیه، عبدالله به هندوستان و نمیدانم آقای اشرف غنی میاد به امریکا و محل سکونتی از اونا معلوم است، آقای ارغندیوال هم میاد در لس آنجلس، نمیدانم چند تن دیگه که آقای احدی دوباره به امریکا برمیگرد. یعنی یک تنی که اونجا قربانی بته و تا آخر بمانه و برای افغانستان دل بسوزانه ما خونه میبینم و برای رفایت افغانستان و آبادی افغانستان نرفته. بنام تحصیلات عالی تابعیت افغانی را داشته باشه، ندارم. امیالی اکثرشان دو تابعیت ها هستن، کسایی که در قانون اساسی باید تابعیت افغانی داشته باشه تا، یعنی معنای از این که یک تابعیت دیگه خود باید از دست بده، مطلق تابعیت افغانی داشته باشه و بعد از او رئیس جمهور گماشته شوه یا وزیر. یعنی اکثری از اینا دو تابعیت ها، کسایی که از بیرون رفتن و فکر نمی کنم تابعیت امریکایی و اروپایی خود آلمانی یا فرانسوی خود از دست بده و یا او را به کلی اغماز داشته و در بخش بخش استاندارد هایی را که نامد نظر گرفتن برای وزرا، فکر نمی کنم که در اونجا واقعا تطبیق شود. برای زیکی می خود شورای افغانستان هم بی سواد است و هم گذشته های بسیار بده داره، و رئیس شورای افغانستان امیال فعلان آقای رحمانی و مطلق بی سواد یک آدم است. نسوار پک سر کوچه یک نفر از سر یک تبنگ برداشته باشن، اگرچه یک تبنگ والا بیشه یا وظیفه یا کار شریفانه دارن و روزی حلال، مگر از لحاظ سواد کتبی بی سواد یک شخص است، بالا سر نشسته دیگه وکلا رو باید کنترل، یعنی رئیس وکلا هستن و باید تعصب قومی نداشته باشه. اول خود امین ناصری تعصب قومی هم داره و در حزب وحدتی ها هر کدام از اینا بنیادی از اینا با یک تعصب استوار است. در کابل امینا با نزارا و تاجک وقتی می جنگیدن و همه چای مسعود علیه مزاری با مبنای امی مسائل بود. به هر حال توجه دارین با تلفاتی که در تخار به اونا رسیده با اردوی افغانستان قوای امنیتی توجه دارین. حمله خونین طالبان علیه نیروهای امنیتی در ولایت تخار. نیمه های شب گذشته جنگجویان طالبان از چندین استقامت به ولسوالی های خواجه‌غار و بهارک ولایت تخار حمله کردند. حمله ای که این گونه یک شب خونین را بر نیروهای امنیتی رقم زده است. پیکرهای بیجان سربازانی که در تابوت گذاشته شده حکایت از نبرد سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان دارد. در میان این تابوت ها پیکر بیجان راز محمد خان عامر امنیت فرماندهی پلیس ولایت تخار که در نبرد دیشب با طالبان جانش را از دست داد نیز قرار دارد. بیشترین تلفات ناشی از حمله طالبان به ولسوالی بهارک بود است و به گفته مقام های محلی به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است. مخالفین مسلح شب گذشته سلسله تحرکاتی را در مربوطات ولسوالی بهارک داشتند که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری عامر سوی امنیت قماندانی امنیه با تعدادی از محافظینشان به شهادت رسیده. از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است و از قطعه خاص 999 هم 10 نفر شهید است و از پلیس ولایت تخار 17 نفر شهید است.
وزارت داخله کشته شدن ده ها نیروی امنیتی به شمول راز محمد عامر امنیت فرماندهی پلیس ولایت تخار را در این درگیری ها تایید می کند، اما ارقام دقیقی از تلفات ارائه نمی کند. عامر امنیت تخار با تعداد از منصوبین امنیتی برای پاسخ به این حملات تهاجمی در ساحه حضور یافتند. با تاسف که عامر امنیت در قدم نخست مجروح و سپس به شهادت رسید. با تمام قوت ما تلاش میکنیم که تا ما تلافی بکنیم و دشمنان انسانیت و دشمنان خاک و ای وطن ما خونی از این فرزندایی که شهید شدن انشالله انتقام خونی از یار نیروهای قهرمان و دلیر امنیتی ما انشالله میگیرن. مردم ولایت تخار به فعالان مدنی این ولایت از طالبان میخواهند جنگ و خشونت را متوقف کنند و از دولت میخواهند بروند صلح تن دهند تا امنیت نسبی برای مردم تامین شود. از گروه مخالفین مسئله دولت تقاضا میکنیم که دیگر برای مردم افغانستان جنگ و خانمان سوز و بار نبرن، و از دولت هم تقاضا میکنیم حداقل پروسه صلح تن بتن برای مردم یک آرامش نسبی برند. غیر از او که یک دونه بمب بیاتم در داخل از کشور بزنه کل مردم نیست نابود شود که ما دیگر شاهد کشته شدن از فرزندان از کشور نباشیم. ولسوالی بهارک در همجواری شهر طالقان مرکز تخار موقعیت دارد که بارها شاهد حملات شدید مخالفان مسلح بوده است. مقام های امنیتی به تازگی از پاکسازی ولسوالی از حضور مخالفان مسلح خبر داده بودند. ولی مایی تاسف است، بارها گفتیم افغان افغان به قتل می رسانه. البته رئیس قوای امنیتی چی میگه؟ سر بد در بلای بد. فکر کنین از کی دفاع میدار؟ افغانستان در آتش جنگ میسوزه، پولا دزدی میشه، یک حکومت فاسد، دزد، غارتگر و غیر مردمی، و اینا ساچمه فر میکنه برای کی؟ شاید برای بقای خود بوده باشه، به خاطر دلار هم اینا میمیرن. لباس اجنبی، پول اجنبی برای اهداف اجنبی ها و هم از دورای از اونا. نمیدانم، نه سرخروی این دنیا میشن و نه سرفراز یا آخرت. امینا میگن بور بدنام. نمیدونم از چی دفاع، از این ملک دفاع میدارن؟ این ملک خود زیر یک سلطه قرار داره، ولی مقدراتی از اینا رو دیگه کس تعیین میداره، حکومت دیگه کسی تعیین داشته، امرار معیشتی از اینا رو دیگه میکنن. اگر پول و حمایه و B-52 و نمیدانم درونز دیگه نباشه، خب اینا برباد میرن پس کلای خود. به هر حال باز ما قصد و انتقام ایره میگیریم از طالبا. امروز انتقام گرفتن خبر بعدی انشاءالله چند خبر بعد پخش میدارم. خبر امروز بود در ولایت تخار اینا حمله کردن، به جایی که طالبا با قتل برسان و انتقام بگیرن، انتقام از یک مسجد گرفتن و در اونجا بیشمار اهالی منطقه را اطفال خورده به ماتم نشان، زخمی و کشته فراوان به جا گذاشته. بارها عرض کردیم وقتی یک بم پرتاب میشه قریه و ایران میگرده، یعنی همون خساراتی از اونا چندین برابر هست. توجب داریم. شور و شوق و یا هم مجبوریت پای صدها زن و مرد ننگرهاری را به باشگاه ورزشی شهر جلال‌آباد کشانیده است. اینان برای تماشای بازی فوتبال و یا هم سرگرمی دیگر به این باشگاه نیامدند، بلکه برای گرفتن ویزای پاکستان تجمع کردند. کشمکش، بی‌نظمی و ازدحام بیش از حد دست کم جان 12 زن را می‌گیرد و 13 تن را که اکثرشان زنان بودند راهی بیمارستان می‌کند. دست یورش و چی هیت دارش کنترل دهند. اگر کم یک زو اکون و نور مدنی فعلان بیر فاری و گرفت خونه نکنترل دهند. متاسفانه دولس مرمنی شهیدانی شویدی او لس مرمنی او ترینرینا در تپیان شویدی در تپیان حالات تقریبا خدای. متقاضیان ویزای پاکستان پلیس را مقصر این رویداد می دانند. اینان از حکومت انتقاد دارند که با وجود کمک‌های فراوان، وزارت صحت عامه نتوانسته یک بیمارستان مجهز برابر با معیار کشورهای منطقه در داخل کشور بسازد. بدی شرم نبخلار شد. فرند من بیزتا. من بیزتا. سپنگیری بیزتا. در تحال دست من
دا افغانان حال دی دا په چپن سی و نه لري موږ راغلو دا څه خلې دا د کوم نور کې پاتہ پګل کې چې ورته کوم فګریتا په پولیس دی تر په راخلي. ویزای پاکستان تقریبا از تاریخ 16 مارچ سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا به شهروندان افغانستان متوقف شده بود، اما حدود 10 روز پیش توزیع آن دوباره آغاز شد. بسیاری از شهروندان افغان به خصوص از ولایت‌های شرقی اکثرا برای مداوای بیماریشان و یا برای کاروبار به پاکستان سفر می‌کنند. نمی‌دانم اگر پاکستان واقعا مقصر است امور افغانستان و دشمن سرسخت امین جمعیتی ها و پرچمی ها و خلقی هستن، دیگه خب چی بده میکنن که به در یک دشمنتان میرین برای تداوی؟ بیاین حکومت اشرف غنی صاحب بیاین هم یار تداوی کنن. این کسایی که خانمایی که در اونجا پامال شدن برای یک ویزه که با یک کشور دشمن و غارتگر شیطان دالخور میرن، خب گناه کی هست؟ اگر واقعا در داخل افغانستان مسائل بهداشتی یا صحی توجه می گردید، اینا چرا با کشورهای دیگه هجوم می آوردن و به هزارها نفر و در درون خود همین داد و ستود ویزا و اینا بسیاری مردم افغان ها در اونجا پول می گیرن. برای کسی ویزا میگه بیا بیا در برای ما 20,000 یا 30,000 یا 50,000 افغانی بده که ما برم ویزه پاکستان برید می گیرم. یک تجارت از او درست شده و این معنای از ایرم می تایم یه حجوم از لحاظ تحلیل که در افغانستان مسئله تداوی و طب و طبابت با همون در و دیوار پاکستان و کسایی که پولدار هستن در هواپیما با هندوستان و باز ارگنیشینان با امریکا و اروپا برای تداوی و برای شب شش یک طفل نوزاد خود پرواز میکنن، 10,000 دلار مصرف میدارن. من بعضی کسایی که امیال درگ هستن میرم در جنازه که بالا سر یک زن نشسته گپ میزنم، او براد خواهر خودت خود دیروز در افغانستان بود، آقا والا اینجا همی جنازه بود نمیشد که، در حالی که در همی جواری از اینا در سان فرانسیسکو یک نفر به اون جنازه نمیتونه رسیدگی کنه، مگر اونا صرف برای ازی که پرواز کنه از اون محل و یک بهانی 10,000-20,000 دلار مصارف کار داره که تحفه بیارو ببرو دیگه و دیگه سر. من یا یک عروسی نمیدانم پسر عمیم بود و آمد موسیقی، مگر غریب و بیچاره و بدبخت افغانستان باید زیر پا شوه که به پاکستان برای یک تداوی یک جراحی فرض کنیم تکلیف گرده یا مثانه باید به اونجا مراجعه کنن، چون در افغانستان مسئله صحت و مراقبت صحی به صفر خود تقرب نموده، پول ها ترقص در جیب عظمی چند دوز می افته که به پارلمان معرفی گردیده. به هر حال دوستان عزیز، چند خبر خرد و ریزه مونتا، خبر هم از وزارت مالیه بود که آقای ارغندیوالا گیر کردن که دوست و رفیق و آشناهای اینای خود معرفی کرد، اما منفذ عاید حکومت از واردات و دیگه و دیگه وزارت مالیه است. در اونجا اومایون قیمی هم تا تانست دزدید و فرار کرد، حالی آمده در سان فرانسیسکو و ارغندیوالا گذاشته گرگ گرسنه بالای گرمی گوسپند. او آدم هم امو افراد و اشخاص چهره های خود گماشته و بر رقابت امو پست و کرسی ها گذاشته نشده، شکوا بود و آقای اشرف غنی باز هم برا فروخته شد برا شفته. او گفت که اگر مسئله تحقیق نشوه و فهمیده شوه که واقعا این کار صورت گرفته، خود از یه آدم وزارت مالیه را به دوش میگیره و به پیش خواهد برد. یعنی هم رئیس جمهور میباشم و هم وزیر مالیه، اما تو که امرالله خان فرستاده که امنیت کابل بگیره، او کسی که شما در تلویزیون پیام افغان هم تماشا نمودین که ضبط شده بود با یک پلیس شهرهای غزنی صحبت میداشت در امون 20 روز پست وزارت داخله، او را میگه بچه هیچ رای نزن، سرش قطک و بیار پیش ما، باز نترس، باز رای نزن، او خودت که خیلی اجازه را میتی باز مرا بان که من چه سرم میزنم بره. همی آدم فرستاده که حق و ناق یک نفر باید از سر خیابان برداره و بکشه خونخوار رزیل و امنیت بگیره. در افغانستان گرسنگیست، یک نفر گرسنه هم میدوزده هم میکشه. اصلا خود علت مشکلات
اینا درک نمیکنه به معلولات چسبیدن. خود مصیبت در درون ارگ است، خلاف قانون اساسی اعمالی که صورت میگیره در داخل ارگ است. اشرف غنی میگه که زنای افغان به عقب نمیرن. خب در ارگ به کجا رفتن؟ یک روسپی خانه نبوده؟ به صدها نفر شکایت نکرده از ارگ؟ نمی خود داخل افغانستان زنهایی را که عقب نمیرن و به پیش میرن و این تمدنی را که شما برای انداختین تحت لوای دموکراسی حق زن تامین میدارین در یک اجتماع سنتی مسلمان روا میدارین؟ این شعارهای میانتوهی رزیلایی که مسخ شدن، کسایی که واقعا زیر چکمه و قیزه دیگه را میرن. به هر حال توجه بدارین دوستان عزیز به خبر امروز در ولایت تخار. باز هم عملات هوایی صورت گرفته، یک چند طیاره که هندوستان و امریکا توفه داده به اردوی افغانستان، چون تمرین نیست و عقل نیست و واقعا دلشان جغو میزنه که آدم بکشن، بالا یک مسجد حمله کردن، جایی که یک چند طالب فقط، یعنی طالب میره مسجد ویران میکنه و صاحبش بیمارستان ویران میکنه، چرا مکتب ویران میکنه؟ این توتی های بیعقل که هیچ مغز ندارن، ترانه های اونا رو ما میشنویم. و در حقیقت خو همی فایر های یا بام های کورکورانی ناتو و مزدورایشان شری محلات ویران کردن، توجب داریم. پس از جان باختن در حدود 50 تن از نظامیان کشور در منطقه مسجد سفید ولسوالی بهارک تخار، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور از کشته شدن عاملان قتل این نظامیان در یک حمله هوایی خبر می‌دهد. در نتیجه یک حمله هوایی بالای گروهی از طالبان در ولسوالی بهارک ولایت تخار 12 طالب به شمول چندین تن از قماندانانشان کشته شدند. اما برخی از نمایندگان مردم تخار در مجلس نمایندگان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین جان باختگان این حمله را غیر نظامیان به ویژه کودکان می دانند. 12 نفر طفل را ما شهید داشتیم، در مجموع 8 نفرم زخمی است و یک تعداد از مسئولینی که موضوع را رد کرده واقعا در اون منطقه که یا میخواست طالبان را اشتباها بر یک مسجد صورت گرفته. معاون نخست رئیس جمهور خبر کشته شدن کودکان را در حمله هوایی در تخار رد می کند و با کسانی که به گفته او شایعه را سرخط ساختند می گوید که برخورد قانونی خواهد شد. اما شماری از کودکان زخمی از این رویداد به شفاخانه تخار انتقال یافتند. بسیار که باشد 13، از این بالا شاگرد کلام ما نداشتیم. متاسفانه در جریان حمله تعدادی از هموطنان بی‌دفاع ما منجا شهید شدند. در این زمینه ما تحقیقات خود کردیم. همزمان با این وزارت دفاع ملی و طالبان دو طرف را به کشتن و زخمی ساختن 14 تن از غیر نظامیان در اثر یک حمله موشکی بر یک بازار در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب متهم می‌سازند. از سوی دیگر سازمان همکاری های اسلامی از طرف های درگیر جنگ می خواهد که فرصت پیش آمده برای صلح را غنیمت بشمارند. دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی ادامه حمله ها و سطح بلند خشونت ها را در هلمند، غور و ولایت های دیگر نکوهش می کند و می گوید که ادامه خشونت ها مذاکرات میان افغانان را تضعیف می کند. او از طرف های درگیر می خواهد که هرچی زودتر خشونت ها را پایان دهد. ولی امتراس دلخراش است. مسجد و یک مدرسه جای طالب نشانه گرفته میشه. باید همی جنگ های تن به تن جبهوی زمینی را دوام بتن، برازی که در حملات هوایی اونجا امرالله صالح میگه که واکنش حکومت افغانستان علیه طالبان بود و بمباردمان صورت گرفت و چندین طالب کشته شده، در حالی که در طلوع خود از اونجا راپور آورده مردم فریاد میزنن که مسجد ویران شده، در اینجا نه طالبی بود و نماد، همه ای اطفالی که کشته شده سنین 13 پایین تر بودن. دیگه امرالله صالح درست میگه یا اونا آدمی که جز دروغ و جاسوسی و رزالت کار نداره و رانچه در محل و وقوع حادثه صورت گرفته او زیادتر صادق است. خطاب شد پاکستان پا افغانان و سخت تجارت کوی
ودی کی تجارت و مشکل چی ده شف خانی تزی پاکستان ته هندوستان تزی تجارت در باندې کی پیسې ورکه او پاکستان ته ول نه ورکه دغه امریکا ته مراجعه وکه انشورنس نه لوي باید لجبه دی روپی ورکی مفتخونه دی ارشیک سخت تجارت کی ودی کی تاسی مو کی تجارت خلق راسی افغانستان بهرحال بله سلام علیکم الو بفرمایید بله سلام علیکم و علیکم سلام بفرمایید ما خو اینا میفهمیم که از ام اول که مذاکرات بین افغان ها و طالبا به این نتیجه نمیرسن چرا که اگر بینشان مصالحه شود چه منامیده؟ اطور منامیده که طالبا جزء از حکومت اداره کابل شود همتون نیست؟ یا اوتر باید باشه یا ایست که اسلحه خود به زمین بگذاره دیگه جنگ نکنن بگوین شما میفهمین کارتان در می 20 سال جنگایی کردیم همش هدر رفته ما توبه کردیم بسیار ببخشین زحمتتان بله اتوره. و اینال ما اتور نظر ما اتور است که امو طالبا امو هدف غایی خود باید روشن بسازن به سر میز مذاکره و بگوین ما آتش بس میکنیم در صورتی که شما اجازه بتین حکومت کابل اجازه بده که یک حکومت عبوری و انتقالی با وجود بیاید و یا آقای اشرف غنی از طریق قدرت نزول کنه و یک شخص بی‌طرف بایست حامی و پیرو حکومت عبوری معرفی شود او را نمی پذیره خوکه نمی پذیره ما آتش بس خاتمه نمیتیم و اثر میز مذاکرات بخیزن ترک کنن مذاکرات باید ما دیگه مذاکره نمی چرا که ایتر که ادامه داره مردم ما کشته میشه مردم به چهار ملت کشته میشن هر روز واو همه تو راست اینجا خانم از پروانه جان برای ما یکان بار می نویسه بسیار معقول اگر انتقاد شام است معقول است و اگر پیشنهادشان هم معقول است اونا میگن اگه طالبا واقعا کنترل دیگه کس بالایشان نداره و آزاد هستن و بگوی که حیات پس بره ما با این گپ زده نمیتونیم حیات حکومتی است ما میخواییم چهره های مطرح در افغانستان اونا بیان که حداقل با اونا اگه حرفی و صحبتی کرده میتونیم چون... طالبای گرامی یک کار کنن که شف شف نگوین شفتالو بگوین یک موضوعات حنفی و جعفری را با نمی کنن چیزا هیچ نتیجه نمی ته فقط بگوین اینمی حکومت ما نمی خواهیم یک حکومت عبوری بیای ما دا آتش بس نکنیم و امورا میگه و یه طور میگن که ما تا جایی که شنیدیم این جانبداری از طالب و غیر طالب نیست و در اونجا اونا فریاد میزنن که بابا می شما که آمدین به نتیجه هم قراردادی که ما امضا کردیم امریکا گفته که بند چندمی از او امی است که شما افغانا بینشینین یک حکومت را به وجود بیارین که امی حکومت نباشه این واضح درج قرارداد است آلی همین ناتو هم چطیاتی که میگن و درست نیست در قرارداد چیز دیگه نوشته شده و طالب هم پافشاری به این داره که اصل ما امو قرارداد میان افغان و امریکا هست به امو اساس شما اینجا فرستاده شدین امو را محک قرار میتیم معنای از این که شما برخیزین که کسی دیگه جای زور بگیره بیاین با هم تاعتی نظر کنیم یا سرشته یک حکومت دیگر بتانیم بله. که ناکام است او را اینا قبول نمی کنند صاحب دیگه به اول حاض در غیر از دو امیال ما شما کلگی می فهمین که طالبا دست بالا را دارن و می گفتن 70-20 امیال فکر می ما 80-30 از اراضی مملکت به دست شاند و مثل که در زمان نجیب کدام مجاهد آمد امرای حکومت نجیب مذاکره کرد کل قدرت به زور خود گرفتن یه خو نمیشه که مثلا بیاین مذاکره کنن فقط یک سال دیگر ایده قم تیر کنن بعد از در طول یک سال ملت بیچاره ما به خاک و خون کشیده اول خو اگر طالب هم نگوی مردم باید بخیزن که بابا چهال از همی حکومت باید سرنگون شوه از بین بره اگر طالب بگو یا نگو همی خود ملت حالت زار مردم افغانستان اگر بی امنیتی ها هم است مسئولیتش حکومت داره اگر یک نفر فقیر است در افغانستان مسئولیتش همی حکومت داره چرا کنترل کرده نتانسته اگر بیکاری هاست طالب خوب وظیفه نداره که مردم استخدام کنه و فساد رفع کنه رشوت و رشوت ستانی را برداره در ارگ زنای روسپی را ورداره بگوین آدمای خوبی خانمای خوبی اونجا کار کنن
همی شرابخانه را مسئولیتش هم اینا دارن. اینا حاکمین یا حکام مردم افغانستان هم اینا هستن، همیال به شورا که میرن و سب تحصیلات عالی میخواین و تابعیت دو تابعیتر نمیپذیرن و از فلتر میگذرانن، خب باید همین مسائل رفع بسازه. او یعنی هر فایری که توسط طالب میشه گناهش مربوط همین حکومت است، چرا کنترل کرده نتانست. به هر حال همین طور است. بله سلام علیکم. سلام علیکم. من خطاب شد. سلام سنگی خیلی جوری بخیر. شکر دی پازم دی خدای دی زغل و پیغندنم وردک صاحبی سرور جان من خطاب شد دست چل دی چی در افغانستان فرد فرد مسلمان دی او در حکومت طول تا معلوم دی اگوز که وارد دی که زارد دی که دکاندار دی که چالو پروش دی چه اما پخوانی کمونستان او بدین از کلورستان سیوزا شوی دی در حکومت که دیموکراسی پناموی که دی اسلام پناموی که دی شهر پر نموار که دی طالبان جنگ دی یا دی طالبان جهاد دی پا هیچ کلا دی افغانستان پرد پرد تا در بدین چه و دوار نیم سوا مردگو خانه پا کابل که دی پخپلا دی گارد نیدر و باسی چه گارد دی مردگو خانه دی ده پخشا دی بیدینه دی سکولارستان گرده دلیه نن دی ده خاوری اصلی ساتون که اصلی حکومت که هر نوم ورکیوی هم ده علما دی چه تاریخ دی اسلامی جوانده ای که پا الله قسم دی چه چه پا خدای پا قرآن یقین پیدا که نن دی 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 قرآن و دی خدای دی رسول دی سنت و برکات دی چه طول ملت دی طالب خدمت کده یا او طول ملت مسلمان دی سنگه که دلشی چه یو سکولار بیدینه او یو کمونیست بیدینه نن همه را پخوانی کمونستان چه نن دیگه حکومت یعنی اکثریت دی تشکیل که ایسو سکولارستان دی واسیب خبرای سکولارستان به شکل مانده کار که نونوی چه تا در افغانستان دی پرد پرد مانده پرد در آین دی چه در کافر بیدین حکومت دی پاره یعنی کده مظاهرات و پسلسلوی کده جهاد پسلسلوی بس سنگر و ساتی اسلام کامیاب بیدون که ایده هیچ کلا در بیدین نشی کامیاب بیده لگ نرد وقت نیست خب پسر نوبالغ طلو میره به امره یک مولای یا مولانای طالب صحبت میداره و همی از اونا کلرجیز هستن از نطفه از سپاره و یا پاره های قرآن عظیمشان از یک مدرسه در دین اونا بسیار معلومات دارن اگر در هیچ بخش عرصه معلومات نداشته باشن انجینیر و دکتر و پروفیسر فرزن یک مسلک غیر دینی نبودن مگر در دین اسلام اونا میدانن بلد هستن در اونجا جوش خوردن یکی دیگه تا آموختن ماحول مولا و مولانا بودن فقرار میدانن قرآن حد اقل میتونم قرآت کنم معنایش رو بدانن او رو میگه که در کجای قرآن است که شما میرین فلانی رو میکوشین ولی یک نفر ازش بپرسه که کجای قرآن بلد هستی آقا جان که مامور به امرایت گپ بزن او هم چی میگم پاری اول قرآن پیشوری زبان تا از روی خوانده نمیتن در کجای قرآن هست یعنی بحث دینی را برای انداختن و هیچ ندانستن از دین با یک کسی که او آتش پرچی دین هست با او مصاحبه میدار ولی در اینجا هم مسئله اشرف غنی هم در پارلمان میگه که با شرع و با قرآن باید فیصله کنیم و اونا میگن نه تو خو نگفتن اونا چطور میتونن بگوین که ما مسائل با شریعت و با قرآن فیصله نمیداریم و هم در مادی اول میگه در امی گروه تماس اونا تحریر داشتن که با اصول قرآن و شریعت این مسائل ما با پیش میرن و شریعت حنفی باشه چون عام مردم افغانستان حنفی هستن اگر یک مشاجرگه که در اینجا رخ میته برزی که اسلام در همه امور ما را داره فرض کنیم در می گفتار ما در روز 20 روز یک سال یا خدا نکنه یک دو ماه دوام میکنه اگر یک مناظری میگم خوش شریعت اینی را میگه کدام شریعت میگه شریعت حنفی ایره ما ایتور نمی سازیم که جز قانون اساسی بسازیم که باز حق یک هزاره تلف شوه یا کسی که به مذهب جعفری پابند هست این خوب اصولیست منطقیست اگر سر نباش میره و همچنان برای از اونا میگن شما این چرا آمدین؟ شما رو خما دعوت هم نکردیم خواه آمدین که ما قرارداد داریم یکا یکا همون قرارداد تطبیق میشه اینا میگن نه ما به اصول رفتار نمیدار ما ابلاغی که
پهلوی عسکری افغانستان امریکا میسته و جنگ میکنه و خوی بلاغی صلح نیست و جنگ است. نمیدونم در این دو فقره خواهد اقل شما قضاوت کنید. بله سلام علیکم. برادر محترم خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. زنده باشین. خطاب صاحب، این نفری که امروز پیشتر تلفن کرده بود به نام منان یا آنان یا برای که بود، این آدم خود اول یک شعر از رفت یاد کرده، صحیح و غلط میگه. این خود هیچ کدام استدلال هم نداره، یک ایدئولوژی هم نداره. کدام کیسه؟ همی آنان بود یا منان بود؟ این نفره که قاسم آنام نام داره صاحب. قاسم آنام صاحب برادرزادی مولوی صاحب ترخیل هستن. اینا اصلا کلشان طالب و ملازاده هستن، همی فامیل. یعنی شما ببینید که از یک آدم بسیار شریف هم یک بیعقل به دنیا میاد، اگه یه همو متاسفانه که همه تو شده. مگر او افتخارات از او آدم نصیب از این نمیشه، نه ای او نظر و ایدئولوژی شده داره، نه ای کدام جهاد کرده، نه کدام آدم فوق‌العاده‌ای هست. و به استدلال گپ هم زده نمیتونم، میای او شادی واره پخت داره. اما ما هیچ وقت از این ندیدم که بیای ای کدام ایدئولوژی داشته باشی، کدام بفروزی برای مردم. خود این حال امروز کجاست؟ 12 نفر طفل همه تو قطار دولت کشته در مسجد را که تازه اول خواهیم بیران کردن مسجد از خاطر یک بت بودا. چی حال و چی زنای اون دو رو گریان کردن و دسمالا رو گرفتن، بیاین از خاطر مسجد. ای خو نام خدا مسلمان ماندن این بدبخت ها. 12 نفر طفل قطار کرده، کجا هست یه عنایت رزیل؟ کجا هست و ناصری؟ کجا هست برای بلای دیگه شمی آقای رنام در کجا هست که بیاید این بار گرد بزنه؟ و خونه در میدان جنگ دشمن خود زدن، او خو حقش هست در جنگ هر کسی که دیگر میزنه. اضافه تر از 90 نفر کماندوی از یار از بین برده، ای غلط است که 45 نفر اضافه تر از 90 نفرشان مردار ساخته. و ای هر روز اضافه تر از 60-70 نفر از یار هم کشته میشه و هم به مو حدود تسلیم میشه و هم قدر زیادترش زخمی میشه. و از دولت بسیار خراب است. اون قسمی که امروز بی بی سی هم فکر میکنم یک تفسیر کرده بود که کابل هم بکلی محاصره کردن، بسیاری شورای افغانستان مثل فراه و یا وره هیچ کمک هم نمیرسه برای پلیس و عسکر و تنها اگر برسه هم از رای هوایی بکلی محاصره هستن. و در این قسمت آقای امان این میگه که میفهمی که مکی هستم، هم لوچکای شوربازار واره خود تو کی هستی؟ تو آمدی مثل یک بدماش واره در تلفون گرد میسه. خو اگر اینجا نزدیک میبودی مادر کایکان رو در زیر بود خود آدم میکرده تا کمری مخونت مبرامد و در اون زمین لیش میشودی. تو خو یه چیز نیستی، تو خو میگه اگر زرن اتا بفهم، تو خو همی یک ذره اگر احساس بیا برای وطنت، تو تابال درک نکردی که وطنت زیر اثارت در آمده. مردم در مقابل از او جان میتن، مبارزه میکنن، از خود گذری میکنن و همه چیزش شما همه گیتان والا این همی ارازل کلشان همی مبارزی را که مردم میکنن به کلی بدنام میکنن، نادیده میگیرن. و خود از یاد در نظر خود هر کدامشان فوقلاده میایه که والا مایی را خوش ندارم، این طالب ترکده و ترکده ترکده. همی خود تو از این چی کردی برای افغانستان؟ آدم همیاره بگه به خدا اگر همو سگ طالب سر از یا شرف داره، هم از نگاه اخلاق خود، هم از نگاه دین خود، هم از نگاه شجاعت خود، هم از نگاه مردانگی خود، هم از نگاه وطن دوستی خود، هم از اینکه وفادار مانده به ملت خود. در اونجا یک جای همراه شانه است و ازشان پشتیبانی میکنه. یه دیگاه خود همی چی چه روز پیش میگه خطاب سید گپ به دوازه نکشه محب حمدالله محب میگه که ما کمک نظامی اوایی خارجی ها را کار داریم در افغانستان. همین نیروهای خارجی نوکره ننهیت هست اقدر وقت خود کمکت کرد از خاطره که گفت که باش بشنم در اینجا برشان یک پایگاه جور کنی که از اون نفع ببرن. او خود اگر کده شما کمک نمی کنه اون سگ باره از موبین امریکا کشیده تا و حتی گفته تا که دیگر روی تام به این طرف نزنی و خواف کمک خواه میشه براتان کمک نمی کنه. یا همیشان یتیم میشن، بابیشان میمورن،
صاحب شما خواد دیدین که چی میگه یتیم بچه از اینا درست خواد شد. امی محب هم در جای هر کس ببینم مرغی با گل وره در رویش باید توف کنن. امی اشرف غنی عبدالله کنن. کدام خطاب صاحب کدام پاستور از ایل یاره تربیه کرده در دنیا که همه قدر بر از یا آموزش نداده که شما بر یک هموطنتان، شما بر یک انسان، شما بر یک طفل، شما بر یک زنده جان باید ترحم داشته باشی، شما باید خیرتان برسه، شما باید بر وطنتان خدمت کنی، شما باید وطنتان. فقط این همی یاد دارم که بیاین چند روز پیش من یک فیلم دیدم از تخارگم جوانان 19 نفر پلیس و عسکری یا خود تسلیم کرده بودن. باور کن کتاب صاحب همه گی از یا 16 17 ساله بچگکای جوان جوان و ای کلانا کلش کشته شده، چیزش که هوشیار است و نمیره و چیزش هم در مواد مخدره گرفتار است و او در او سن سال همی پیسه $100 و $200 بسیار برانه زیاد پیسه است. اونو طفلا را یا فریب میتن در جبه را ای میکنن و بیچارا کشته میشه و ای سگا کتا خود و کت زنای گنده و جندی خود و کت اولادای حرامزاده خود یا عیش و نوش میکنن و در خانه خود و اولاداش بهترین مکاتب در خارج درس میخونن و ای عسکر بیناموس خر احمق ای خود خزر دنیای و الاخره میسازه. هم از این دنیا دیده نمیشه، هم زنش ازش یتیم میمونه، هم اولادش یتیم میمونه، هم زنش بیوه میمونه، هم سر زنش یا تجارت میکنن و هم مردش لاش وارد اونجا میفته و قاعده سگ هم ارزش نداره، فقط هم ایوان واره میدوانیشه و همه قدر درک نمی کنه که ازش سو استفاده میشه. او بدبخت ها شما اگر تسلیم شدی افغانستان سلام می آید، در افغانستان آرامی می آید. اینم یگانه بدبختی ره که شما دارین که رفتین جان دان صدا میکنی بر از این دولت که بله بله. اشرف غنی در قصر ششته در اونجا حکومت میکنه. به خدا که شما تسلیم شوی و جنگ نکنی هیچ گپ نمیشه، در این مملکت آرامش میاد. بله سلام بله. میاد دیگه بله. تشکر لالای بله. سلام علیکم و رحمت الله. اما وقت هم طور است هر قدری که میگه از در آبی شور آب انداخته برین و کم میشه یا شوریش کم میشه یا ایست که نمک کمتر بسازین تبخیر بتین آب شیرینتر شده میره. در مسائل کنونی افغانستان هم همی عسکر باید فکر کنه و در جلوی میکروفون میگه که از این وجب وجب از این خاک ما دفاع میکنم، در حالی که امروز همی وطن در یک اشغال قرار داره. دفاع میکنم، دفاع چی را میکنم؟ از کی دفاع میکنم؟ امیال خو یک کس آمده شما را زیر سلطه قرار داده، ما از دور هستین، کشورتان زیر یک سلطه پی در پی 20 سال قرار داره، از زنتان استفاده میشه، از مردتان دیگه دیگه، طوری که شما گفتین دیگه از چی دفاع میداری؟ نه غیرت، نه شهامت، نه بزرگی، نه گذشته های تاریخی تان، هیچ چیز شما توجه نمی کنین، دفاع میدارین از این که در وقت پرچمه و خلقی ها می اردو را می بیادر در تاریخ نامت نوشته می شه و بچه تو کلان آدم می شه و دیگه می شه بده و اونا هم که اشرار نمانو سه پاکستان است و از این وجب وجب خاک ما دفاع می داریم، برن مراجعه کنین. این شعار اونا می داد، اونا را هم سوق می دادن و سرباز یار یک زنکه یک دختره که رزیل می شاندن سه دول خنده و مزاق و خاندن و آهنگ اونا را تشویق می داشتن، همیشان در آتش دوزخ خواد سوختن. بله سلام علیکم. الو بله بفرمایید. آقای صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. آقای صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام صاحب. آقای صاحب بله ماستون میشنوم، بفرمایید صاحب. سلام علیکم آقای صاحب. من خطاب سلام. و علیکم سلام. من امینتون با امینی شما خوبستم شده؟ خیر و خیریت امین شب سلامت بفر. باشین زنده باشین ده افغانستان شما ما شما ده 20 سال 20 سال شده یکیش میره نگهش میره آوالا بشه میگه نه خر بالا نه کل بالا نه کدو بالا در سر بکنش آوالا ایش از چی ساخته نمیکن یک چیز میخواد با تصرا برتان نکنز عرض کنم بفر 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 الان هم بر پیر و جواب کن نظر بر دیوه و به خانمان کن سر روی پلیت و خائن خائنان کن رها ما را به شر ظالمان کن که دائم در عذاب و منجرابیم یکی تاج و فر و رنگ او رنگ خواهد فریب و ایله و نیرنگ خواهد دیگر قتل و قتال و جنگ خواهد خلیج و کسپین و تانک خواهد با جنگ و قاتلان افکنده اکنون شد چون کربلا دجده خون
افغان بیا ببین که چی در دیار توست، دختی و نفاق و درنگی و شعار توست. زمین ما با مردم ما پس زبون شدن، خلد وطن چون دوزخ و دریای خون شد، ماتم سرا شد وطن چون بهشت. زمین بکن با ملت و با سرنوشت، با سرنوشت ما. ایمان خود به چیفه دنیا فروختن، چشم عریس به جانب دیوانه دوختن. یکی قبل امارت رو باعتنیت کند، حتی بنابرای اخت اسلامیت کند. این دنیا به جز ماتم نزیده بود، به قید از سوز و درد و غم نزیده بود. این دنیای فانی و زیر بار اساس زندگانی، هر خواهد نیست و خواهد قطع میشه صاحب. همی شعر شما شنیده نمیشه متاسفانه. بله دوستان عزیز، سراغ یک چند اعلان میریم، یک وقفه اعلانات، دوباره برمیگردیم انشاءالله خدمت شما خواهد بودیم. ما معذرت میخوایم امینی صاحب، صدای شما قطع میشد، نمیفهمم تلفن کدام مشکل آمد، واسه که زحمت نشد یک روز دیگه موکول بسازین، و یا اگر در امروز هم شما میخواستین تلفن کنین چون مسافر و بزرگ ما هستین، با احترام شما باز هم میشه شنیده شد و ابیات شریفانی شما. لطفا با ما باشین، انشاءالله برمیگردیم. چند وقت است دلتان برای یک غذای خوشمزه اصیل افغانی تنگ شد؟ چند وقت است از غذاهای فرنگی و رستوران‌های رنگارنگ خسته شده اید؟ کتاب دسترخوان آشپزی افغانی مشکل گشای شما، نگارش دیپلم انجینیر حمیدالله کابلی کهگدای، برگزیده نسخه های غذای سنتی مطبخ افغان. کتاب دسترخوان آشپزی افغانی همکنون در بازار پیام افغان، 818-884-7018. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در آمبور، هامبورگر اشتراسه شماره 167 شهر آمبور، در فاصله 1 کیلومتری از مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، چوکی های طعام‌خوری و میزهای طعام‌خوری، موبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان، با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصلی پلیستار و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در دو طبقه با موبل های مختلف، موبل های دستی محصول کشور ترکیه و با دیزاین کلاسیک، مدرن و لکچری با اضافه رنگ های انتخابی شما، در 200 رنگ مختلف با کوالیتی اعلی و 2 سال گارانتی در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای خریداری شده را به محل دلخواه شما انتقال داده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. استیتیشسان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، به سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص ایمپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استتیشیسان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان،
حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنزمارک، شماره 33. گران دوستان و بیا هم سلامونه و احترامونه بیا خراغلاس توی تاسو ته د سپینو خبرو برخه د پیام افغان نړیواله شبکه ده ستاسو په خدمت کې ده. دوستان عزیز، اخبار افغانستان واقعا خوشایند نیست و تاسف به ای است که هیچ خبر خوشی از افغانستان، از تعمیر، آبادی، پیشرفت، حکومت سالم، حکومت داری که واقعا نمایندگی از مردم افغانستان بداره و به چشم نمی خوره و 20 یا 30 40 سال است که افغانستان در آتش می سوزه. 20 سال اخیر هم تو قیاس بفرمایید که جنگ های داخلی زیر سلطه بیگانگان گذشت. در حقیقت افغانستان در 4 دهه اخیر جز چند سال محدودی که یک جوف با وجود آمد، جنگ های داخلی، 35 سال از او زیر سلطه چی اتحاد شوروی و چی 49 کشور ادوانس و پیشرفته جهان قرار داشته. افغانستان در حقیقت با مدیریت و سرکردگی ایالات متحده امریکا مگر ممالک اروپایی و دیگه الایز یا کسایی که با امریکا سهمی در چور و چپاول جهان داره، از لیبیا تا عراق تا ذخایر طبیعی که مشترکن با هم تقسیم میدارن، افغانستان هم نشانه گرفتن و دنیا رو گلوبالایز ساختن و ای بهانه که در افغانستان ترور و تروریسم لانه و خانه داره و افغانستان کوبیدن. اصلا هدف از اونا ترور نبوده، خود از اونا در حقیقت ترور مرتکب شدن. ای کسایی که از امریکا جانبداری میدارن و دیگر عقب مانده و کنه خیال و دیگر افکار واقعا دشمن اندود با دین اسلام، با مردم افغانستان و نابلدی با تاریخ پر افتخار افغانستان اینا دارن. در همین دو دهی اخیر انشالله یک بر قدرت به زانو در آمد، فرار کرد و از عرصه جهانی دست به سر گردید. اتحاد شوروی وقت و همون سیستم سوشالیستی و وسعت طلبی از اونا به زمین خورد. این بار ممالک واقعا متمول جهان پا به فرار گذاشتن و جنگ جنگ فرسایشی است. اما تو که طالب گفتن که وقت نزد ماست و پول و تکنولوژی نزد امریکاست، واقعا هم همینطور است. از افغانستان طالب محو شده نمیتونه، عقیده اسلام هم به هم خورده نمیتونه در عرصه جهانی، در افغانستان خصوصا. قوت ایمان مردم افغانستان هست و عموم نرم ها و ستندرد های اسلام می جنگن. ورنه یک طالب اگر بگوین اگر مسئله خدا و آخرت و امر قرآن نبود، فکر نمی کنم یک نفر برای خدا بپرانه و منفجر بسازه و از این جهان یعنی یک انتحاره برا بیاندازه و با عقل سلیم و با عالمی از زارزوها. یک انگیزه موجود هست و این انگیزه
برای رهایی افغانستان، استقلال و احیای حکومت اسلامی در افغانستان است. و مردم افغانستان هم لبیک میگن. از یک سوی یک حکومت سالم با پنجه‌های آهنین قانون حکم فرما گرده و سوی افغانستان از زیر سلطه چند تا خونخواران جهان که چشم دوخته به ممالک حاصل خیز که از زیرزمینی و سرزمینی از اونا بدزدن و ببرن و یک چند تا نوکر و چاکر و روسیهان تاریخ اما تو که اتحاد شوروی با خدا آورده بودن اینا هم آوردن، انشالله اونا هم محو خواهد شدن، از بین خواهند رفتن. وقت و زمان هر چیز مسائل حل و فصل می سازه. تا این دم واقعا رزیستنس و مقابله و مقاومت طالبا همچنان دوام داره. اگر واقعا تکنولوژی کار می داد و بمباردمان ایالات متحده آمریکا پول دلار التیام می کرد، مسائل تا این دم باید صورت می گرفت. این مسئله دستاورد و حق زن و عقب نمیره و دیگه ای با بهانه های حکام افغانستان هستند که اونا میخواین نور تانی روی دیگه بسازه. ولا زن عقب نمیره و اگه طالبا بیایه باز اونا تاریک فکر هستند حق زن تلف میشه. آیا شما چی میدانین که اگر یک حکومت طالبی روی کار بیایه حق زن واقعا تلف میشه؟ شما چرا چی پیش بینی دارن؟ آل خود تلف است. حال خو زن به حالت بسیار زار و بدبخت خود همی علی میخواست پاکستان بره خود تداوی کنه. 14 یا 20 نفری از اونا کشته شدن، به قتل رسیدن قبل از این که به یک بیمارستان خود برسانه. پولای از اونا رو شما در جیبتان زدین، منیجمنت درست موجود نیست. همی علی وزارت داخله در یک چور و چپاول قرار داره. قوای امنیتی تان فلج است، نه تجارت، نه زراعت، هیچ چیز در اونجا سب. او روز میگفتن که از ازبکستان بودی یا قرقستان کجا تخم مرغ وارد میگردید و قطع شده چون محصولات داخلی از اونا کفایت نمیکرد، دیگه به افغانستان نمیفرسته. به اول حاض اینا میخواین که او را چی کنن؟ یعنی یک دانه تخم مرغ با نمیدانم 200 تورا رسیده. بنا نمیتونست. دوستان عزیز لطفا در این راستا مهربانی کنید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. بفرمایید خطاب صاحب. امیر رفتن غنی کتیمی چند تا وزرایش که در چورلمان و پارلمان رفته که اونجا رو معرفی کنه، یعنی به این معنی که یعنی دولت ما یعنی که ادامه داره و این امی صلح قطریت معنی نداره، خود از این به این معنی است. یعنی این همی کشتار مردم افغانستان ادامه داره، یعنی که این همی شیطان تنها خطاب سه زده مرزتون همی جایی که پرستش علا سبحانه و تعالی است و جای عبادتگاه اونه اوش تنها دشمن از اون شیطان هاست که یکی از همی شیطان های نمی اداره فاسد کابل است و یک شما نمی امرالله صالح و غنی و این تمام از این ها که مجد شهید می کنن و اطفال به شهادت می رسنن و بازی ناسالم می گه که نه ما نکشتیم و یک دروغ هم می گه. خطاب صاحب امی خود امی غنی که هست که امی من فکر میکنم که امی کتی امی خانمش از طریق حزب‌الله لبنان چون ایران مستقیم که تزید تماس نداره در اکنه دیگه تا مواسای خود جور کرد از طریق لبنان که خانم از او در لبنان است با امو خانواده و قوم خیشش و از امون جمع افسج ایران به غنی میاره از امون خاطر وافظ تمام از دورت چهار بر خود جمع کرده و هم از طریق خود امی نمایده امیر کلش چی هم بیوان کرده به قطر که تا همین چی امریکا را سبوتاش کنم و نخواهی که مردم افغانستان در سال و آرامی زندگی کند. یعنی فقط یعنی می خواهی که از طریق لبنان هم از بلایی را به حساب مخالفش تطبیه چی کنه اجرا کنه. دومی که خطاب صاحب همین مجد هم که شهید کردن و مردم را بمباردمان کردن باز همین امرالله صالح و دیگرهاش که هستن همین همیشه من که دروغ گفتن در وقتهایش هم فعلا که باز میگه که ما امنیت هم یاریم. امنیت چی؟ من اول برم و کرام الدین پره که همون خانمای با عزت که برد از فوتبال افغانستان واره کلش را عزت شانه در هم زد و باز اونو را گرفته نمیتونه. باز میگه که پای مفت خود هم میدونه که حالا چطور چنان و چنان دلال که خطاب سبینیم تمام رنج و غم مردم افغانستان که هستین این مردم هایی که از شفاخانه شما میگفتین شفاخانه نیست دیگر نیست به خاطر که اگر امریکا 150 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد از در حالی که خطاب شما بهتر میدونید که اگر 1 میلیارد دلار در امریکا شما اینوست کنید شما میتونید که 6-7-8 منزله یک شفاخانه مدرنایز که 1 سنتری تا
قرن 21 را خطاب شدیم داخل هم بیکار شما آباد بینید. در حالی که می توانید در یک میلیارد دلار در افغانستان 6-7-8-9-10 در شفاخانه های بزرگ که یعنی به حساب استاندارد بین المللی با می قرن 21 یعنی معیار می بود و آباد می شدن، اما نکردن، کلش دوزی کردن، یعنی این چیزها رو کردن، آدم کشی تاباد، یعنی که کرده غنی امرالاساله شورای نظار کل از یا دوستان از یا کل از یاد ای است که اصطلاح سه وقتی که یک انسان یک کار خیره می کنه میشه خداوند بر از او ثواب می ده که مردم از او چیز از او که بنفت می بینن از خیری از او در تمام زندگیش بر از او انسان خیر می رسه و یک کس اگم شر می کنه مثلا که کار خراب می کنه تمام لعنت و چی که هستم و جهنم بس منتظر می باشه در وقت آخر که چینا همش همین دولت کابل یا کس در این 20 سال می کار کردن و دوزی کردن و بالاخره خطاب سبب می هر کسی که یاره به جزای اعمالش هم برستن اگر غنیست کرزای از دوستم از همرالان آسالیست یا کل از یادوانه شد دیگر علمه تو خطاب سبب نه تنها که غازی می شهیر ما فتوا می توم که برای همیشه پدر و نیاکان و اجدارش خیر می بینه از امی شهر مردم افغانستان شهر از یا خلاص می شه و هر روز که نمی درد دارن که مردم می کشن از امی کاملا خلاص می شه و تمام ثواب از او برای اون منفر می رسه اگه این طور کار طالبا کنه یا نفر با عادی کنه که کدام از یاره به جزای مال برسانه غنی را امرالان و صالح را کل از یاره می ثواب هم می بینه این را من واضح می کنم تشکر که توقع از مردم کابل یتن را شهید کردن این امرالان و صالح یا چیکوهای نکردن یا کلشان قاتل را باید به جزای مالشون برسه باید مابود شدن تشکر واقعیت هم می فرمید امیال امرالان و صالح را گذشته های از اونا را پیگیری کنین ببینین و اگر این ملایی که اینا تربیه میکنن و معاش میتن شورای علما میای فتوا میده که یک نفر اگه کشتین و قرآن میگه که همه انسانهای جهان به قتل رساندین قتل نفس کردین و یه امرالای سالم بشار مردم رو به قتل رسانده قتل نفس کرده در امی کابل گذشته های بشار بدی دارن امی شورای نظار و جمعیت و حزب وحدت که علی که دیگه خود میلیسن خو بیشترین قتل و قتال هم اینا کردن کوتی سنگی سنگر چیست هم یه وحدتی ها بود مزاری بود و این طرف سنگر جمعیتی ها بود و یکی دیگر هم میکشتن شورا همی فاجعه افشار و دیگه و دیگر خو هم اینا بران داخته بود دیگه کی کشته خو هم اینا کشتن عبدالله که نمیدانم امرالله سالی امیال ادمی وزارت داخله و استخبارات چی جرایم رو یادم مرتکب نشده باشه شما ببینید اگر واقعا عدالتی بود و قضایی بود و بازپرسی بود خب بازرسی اینا قاتلین مردم افغانستان است مولا رو بیاره بگه که همین آدم هم قتل کده فتوای خود چی است و اگر واقعا انسان است و شیر انسان خورده و به قرآن تعهد داره اونم باید بگه که همین آدم باید قصاص شوه. اکثر همی ارگ نشینان، اکثر ای کسایی که امروز پسر دوستم برای سل همه را به قطر یا از عطای نور آیا در قاموس زندگی از اونا شما سل هر دیدین؟ اونا خو مردم کسایی هستن که با مردم افغانستان واقعا در جنگ بودن. یک نفر گلم جمع میکنه، گلم دکتر نجیب خو جمع، اگرچه از امور هم جمع کرد با او هم وفا و سپاس نکرد و سپ در میدان هوایی همو آدم هم پس برگشتان در می قوای دوستم و در کمپاند ملل متحد پناه برد ورنه او هم فرار میکرد شاید به هندوستان نزد چوچو پوچو خانم و دیگه دیگه خود میرفت مگر برای مردم افغانستان همی نایید شهید از یک منزل بالای میکرویان خود پایین پرتاب میکنه از برای حفظ عفت خود خواست دست این ملیشه های دوستان بود که یکی از اونا اینه به هزارها همچون جرایم را اینا مرتکب شدن و همی علی میره برای صلح و همی دشت لیلی و که نمیدانم کانتینه رو ایرا خوب بگذاره یک آدم ها که بکشه مثل همه را کشتین به جزای شما قصاص است مگر یکی باز یک جمعیت انبوهی هزارها و هزار آدم ها. یا همی فرض کنیم عنیف اتمر این مستنطق خاد بود در امون وقتی که واقعا افغانستان در یک تهلکه قرار داشت و تازه جهاد آغاز گردیده بود و مردم های شریف از خانه های خود می بردن تحقیق می کردن و قصوری که مسلمان است و نماز ادا می داره و همسایش را پور داده
یا دوشیزه های بسیار پاکی این آدم به عفتشان تعرض کرده، ولی بالا سر در قطر نشسته و پولیگون امینا از مردم از انسان های بسیار شریف و همی کسای تعلیم یافته پر کردن. همی داستان هایی را که استادای فاکولته برای ما کردن اونوا را میگه آمدن و خریطه ها را در سر ما انداختن و بردن، نمیدانستیم کجا میبرن. و در یک محلی بودن سب که میگه ما را خدا نجات داد و ماندیم، مگر همون کسایی که در موتر با امرای ما حمل کرده بود اکثر از اونا را هم تو زنده در پولیگون انداختن و خاک و بلدوزر چیغ میزدن و فریاد و سب نفسی زیر خاک برامد. همین کار همین رازق که مردار شد در قندار، او آدم هم میگه این کارها را میکرد، زنده آدم هم به گور میساخت، هیچ فایر نمیکرد که میگه کارتوس زایی نسازی نیره زنده زیر خاک بسن. یه به اول حاض ای کسایی هستن که امروز در قطر رفتن برای صلح، باید اینا خود از اینا مجازات شوند، عدالت بالای از اینا جاری شوند. به هر حال بله، سلام علیکم. بله محترم خطاب صاحب، خدمت شما سلام و عرض ادب تقدیم میکنم. وعلیکم السلام. اگر از شما خواهش بکنم که برای ما هم فرصت بدین به اصطلاح پشتو سور سیخ ما رواندی میزنیسه که یک چیز صحبتی بکنم که همه جانبه باشه، یعنی یک طرف مشخص ما حمایت نکنیم که طالب باشه دولت باشه، باید ما و شما از مردم افغانستان، از مردم رنجیده افغانستان حمایت کنین، اونمور سر آورد بحث خود قرار بدیم. و یه ما به صراحت میگم که امی تاریخی معاصر افغانستان در پیش همه ما گذشته است، ما دیدیم، ولی برداشت های ما بسیار متفاوت است، مختلف است. اما برداشت های ما و شما بعضش با واقعیت صدق میکنه، بعضش نمیکنه. واقعیت ما از دیدگاه خود میگم، ما عقل کل خود نمیدانم سب، ولی از دیدگاه ما تمام حالاتی که شما میبینین امروز در افغانستان توسط پول امریکا یک جنگ در افغانستان برپا شده و این مملکت امریکا این پول به امیتو خدای پجات نداده سب بر افغانستان سب که بیلیون ها دلار سرازیر کنه که افغانستان عباد شد و سرمایه‌گذاری شد. چطور؟ چرا؟ چی حق داره؟ قرض داشت که چطور؟ نه، اینجا یک هدف داره، هدفش چطور برآورده میشه سب؟ فلحاظ افغانستان سب دو نیم کدن شقاق و نفاق افتیده در مابین جامعه، با جان هم یکی دیگه خود انداخته. طالب چطور مثلا تنها و تنهایی خود به انمی توانایی را داره و میتونه سب که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنه که جهاد، که جهاد سر تمام مردم افغانستان واجب است، یک چیزی یک فریضه است. ولی طالب در کجا ساخته شده؟ اینه میرسه شما دیدیم سر در کجا ساخته شد، توسط کدام پول ساخته شد و چطور آمد بر افغانستان؟ چطور آمد وقتی که آمد دفعه اول سر پنشیریا و نارتن آلائنس ضعیف بودن سر و یک چیزی اصلی که از وقت روسا مانده بود و نمور مصرف که اونا را سب دواندن رفتن. آره این دفعه امریکا یک سناریو دیگه را برد درست کرد، اون طرف هم برد قوی ساخته، این طرف هم برد قوی ساخته، ایران پیسه میته، اورم پیسه میته، اردوش به جنگ انداخته، خودت ما خودت هم به جنگ انداخته. امی فیدن امی پیام افغان که هست یک میدان جنگ است در خط، واقعا یک میدان جنگ است یه خطاب سر. و ای و شما بسیار خصوصیات بسیار عالی دارین سر، صفات بسیار زیاد دارین سر، ما بسیار صفات کم دارم، یک دو صفات خوب شاید داشتم، ولی در ضمن یک دو صفات که شما خوشایند نیست، یکیش به اختیار شماست، یکیش به اختیار شما نیست، که باز وقت مناسب برتان سر ما برتان میگم سیب، از ما را شما بگوین برازی که ما و شما عبدوی ما مومن استیم، برادر استیم، باید ایبای خودم بگویم سیب نوار تمام شب برازی که یکی دیگه خود دوست داره. خب آله نتیجه چی میشه سیب؟ نتیجه ایسه سیب که اینمی جنگ برپاس، اینمی تمام اوتکم مذاکرات قطر باید با
به نفع امریکا و پاکستان تمام شده و اونمو رخم اینا را آرازده ساختن سب. ای چطور شما بشنین یک حکومت غوری را به وجود بیارین سب که او حکومت نباشه و حکومت چطور و خومه ای فهمه خود تامیر رخم درست کرده سب که تو باید موافق نباشه باید در تضاد واقع باشه. تضاد که به وجود آمد سب خیلی به وجود نه جدایی که به وجود آمد سب خود بسیار زیاد خرابی میشه در مملکت با ویرانه تبدیل میشه. خب ما همین تفسیرهایی که شما بعد از تفسیری ما میکنین او روز یک تفسیره کردین سب که ما گفتم دانشمندهایی که ما گفتم که اشرف غنی و داخلوال دیگه و دیگه نیست یک تعداد دیگه است که دستایشان به خون ملت آغشتن. شما گفتین کل دانشمنده سب خائن هستن. این بسیار یک گفت درست نیست و او روز دیگه هم باز گفتین من گفتم افغانستان سب ما شما باید واحد یک پارچه نگاه کنیم اونا بعضی مردم طالبان رو خوش داره بعضی خوش نداره سب. شما گفتین اونا باید برن از مملکت فرار کنن. این یک جواب خوب نیست خطاب سب. خود یعنی باش که ما درست شد یعنی علی در افرمایید سب بسیار تشکر و برادر ماستین ما شما رو دوست داریم. ما نگفتیم که حالا اهم دانشمندا خائن هستن. خب دانشمند امریکایی هم هست و داخلی هم هست و کل دنیا دانشمند. خب خود قرآن امر میکنه که دانش بیاموزین دانشمند باشین تفحص کنین بیاموزین از گاوره تا گور دانش بیاموز. حتی اگر دانش در چین باشه در اونجا برین بیاموزین. ما منظوری ما ای کسایی که همه علی سکلر رو ای کسایی که خودم منور میگن دانشمند میگن در افغانستان هستن اشرف غنی را مثال دادم که متفکر درجه دوی جهان است همه علی کنترول کده نمیتن. وقتی اشرف غنی رئیس جمهور و قماندان اعلا باشه هر مسئولیت به مراجعه میشه و او خودش شیرش هم کده. یکی از مشخصات یک مسلمان همی است که کاری را که انجام داده نمیتانه میبینه که خرابی پیش میشه او به دین خود به آیین خود به ایمان خود مراجعه میکنه که خود اسلام چی میگه استعفا میداره او را میگذاره که یک کس دیگه مسئولیتش بگیره. دیگه بنان وقتی اوتر میگم شما میگین که نه اما چی دانشمندا حال خود شما خیلی گوش نمیگیرین گپای دیگه کسی چیزایی را میگین که یا اما فرار منظور ما ایست که نمی هر کس دانشمند است نه دکتر است ماستر است احدی ماستر است داخل وال دکتر است که این همی علوم متداوله را اگر فکر میکنین که دانشمند ها همی هستند نه یا فرزن آقای قیومی هم اونجا بود رئیس یک فاکولته در کالیفرنیا بود ایرم باعث مثال عرض می دارم این دستگاه را همشان هم اسمشان هم یعنی بیاد من نیست وی کسایی هستن که تعلیم کردن و فرض کنیم رفتن فاکولته و درس خوانده و در بیرون و درون و اینا همین قش را شما البته فکر میکنه. در غیر از او نمیدانم دانشمند شما کی است و آدم هاییست که ما هیچ نمیشناسم. ما او را نگفتیم که کسایی که پرهیز کردن نرفتن در این دستگاه کار نکردن و کسایی هستن که اونا را باید تکریم کرد احترام کرد همی که پرهیز میداره اگر هیچ کاری را یک نفر انجام نداد ببین که او یک کار بده اگر انجام نداده او آدم خوب آدم است. دیگه به اول حاض ما امور عنوان قرار داد یکی فرار میکنن و او بخشش هم تشریح کردن بازم گوش نمیگیری خودت و امیر میگه که چیزای آشیوی را شما لطف کردین. ما گفتم که اگر فرزن یک حکومت مثال میتونم همی طالب به حساب همی حکومت احراز قدرت کنم خو اینمی همشان فرار میکنن. چرا نمیکنن؟ برای از اینکه اکثر از اینا برای پول رفتن برای خدمت نرفتن زیر یک رژیم قانون و قانونمند که رشوت نباشه اقتدار بیجان نباشه هر چیز به اصول و امور حساب رفتار شوه خو اینا در اونجا دیگه باز گزاره کردن نمیتونن فرار میکنن باز میان عنوان میکنن که اینا که کون خیال هستن و مرا گفت ریش بانو سب تمام روز 5-20 دفعه نماز بخوان در حالی که یک چیزی که 20 دفعه فرض نیست چرا بالا یک نفر طالب قدر جاهل شوه که نماز 5 وقتی که به موقات معین خداوند در قرآن فرض ساخته او را بگوید که نه 10 دفعه نماز بخوان خلاف قرآن است.
فرض نماز پیشین است، یک نفر از پالوی مسجد رد میشه، خوب رو خواهش میکنه که برو چرا نماز نمیخونی، اصول است درست. مگر اگر نماز جماعت گذشته باشه و او آدم از اونجا رد میشه و در یک مسجد دیگه نماز خوانده، دیگه خب از مولای تو نیست که هر ثانیه اذان میتو که بدوی نماز بخونی. بعضی چیزای چسب داره، بعضی ها نداره دیگه. به اول لحاظ علمی داستانایی که زن پس نمیره و عقب نمیره و طالب کنه خیال است دیگه، علمی چیزا رو عنوان میکنن، مغز خودتان پر ساخته از دیگارم. مگر ما خو معقول فکر میکنم، از عقل خود استفاده میدارم دیگه. به اول لحاظ ما آن تحلیل ما به اساس حقایق و آنچه وقایع مبرم واضح و افتابی افغانستان است سوره بیان میدارم. این که با شما اختلاف نظر دارم، نه تنها شما، شاید به هزارها انسان دیگه هم اختلاف نظر داشته باشم. بعضی به هزارها آدم به امرای ما موافق باشه. اما یک نامه از چی آمده؟ از آلمان، اسم خودم ننوشته. نامه اوریان به مجری برنامه سخن اوریان از گدای به جناب حضرت عمر خطاب، السلام علیکم. انطوری که روح و ضمیر من از طریق چشمان با دیدن قیافه زیبا و نورانی شما در اثنای برنامه سخن اوریان شاد میگردد، امیدوارم مطالعه مکرر این نامه اوریان فقیرانه باعث خوشی روح و ایمان شما برادر عزیز من نیز گردد. ظهور شما در جریان برنامه خار چشم فاسقان، دشمنان دین و ظالمان دین و در جامعه افغان است. عمر طویل و صحت کامل از بارگاه حضرت منان برایتان التجا می دارم. پول و دارایی مادی نداشتم تا چک مادی دی به تقویه بنی مالی تلویزیون به حضور شما ارسال بدارم، اما این جانب از جمله خاموشان و فاقد علم و دانش بوده و در کلام و قال فصاحت و بلاغت ندارم تا در تحلیل و تفسیر اوضاع و اخبار وطن که خود بهتر از همه آن را تحلیل می دارید از طریق شما را برای شما چی کنید. یعنی این سطوری که نوشته شده، شاید بازارها نفر خاموشانه ما را دوست داشته باشه و فکر کنه که برای رهایی افغانستان است، و شما اگه کدام طریق خاص دیگه دارین شما بکار کنین. و ما خود میایم 30 سال عمر عزیز من جلوی میکروفون و کامرا با عالم مسئولیت پولی جیب دیگه دیگه، خودت خود یک تلفن هست میکنی و یک فضل فروشی به این تلویزیون، باز اینجا یک کمک جگرخون میشی یک تلویزیون دیگه، باز از اونجا یک جای دیگه، همه تو خانه به خانه میگردین، مقصد صدایتان میکشین. مگر بیاین عمل کنین، اعمالتان ببینین که چی کردن میتونین برای افغانستان، او برای ما مهم است. بیاین یک پروگرامی را یک چند نفر با هم جهت بتین، یک گروه را تشکیل کنین. به خدا اگر یک نفر واقعا خدا وقف بسازه و ناخناق فضل فروشی به جای و گپ زدن های اوائی اوائی را پس کنه، بشار تولید کده میتون. شما در ملک تعلیم، علم، پول و اینا قرار دارین، در اینجا که شما یک چیز کردن نتوانین. برای ما یکی گفت که این مسجد شما 1.5 میلیون دلار میخواین جمع کنین و یک مسجد آباد میسازین، 10 سال قبل بیادر وقت تضایی میکنی. شما باور کنین که آنچه که ما فکر میکردم امو عمل صورت گرفت، و از خداوند گفتم که خداوند ما میریم یک مسجد درش باز میکنیم، در خود خانه خود تست که در اونجا امت مسلمان داخل میشه و برای خودت سجده میداره، خودت قلف و کلی نزد خودت است. امو انجام شد، یک کلیسای بزرگی به حساب 1.5 هزار آدم در اونجا تجمع کرده میتانه، به دست ما افتاد. و همون چیزی که ما 5 سال بالای از کار کردم، بعد از 5 سال یک جایی که 16 سال کرایی بود یک مسجد از او آباد شد. یا از این تلویزیونی که دیگاه یا و گویی میکنن و که عبدالرازق مرد و گریان که دیگه که، از اینجا ما سرشته کلینیک ها رو در افغانستان گرفتیم. دیدم که همین وسیله بسیار کاری میفته در حال یک چند تا زن حامله در افغانستان، یک تغییر میانه امو صورت گرفت. یا فرزن دیگه پروژه هایی را که ما در زندگی دیدیم، یک عملی بود که ما در توانایی ما بود امو را انجام دادم. اگه ما تلفن وردارم اینجا تلفن کو که او را غیبت از او را کو بعد از خوب است، امی قاسم انا امروز تلفن کرد به جای خیز بنداز و
از او پرسیدم که خیلی خودت چی کردی؟ خب ما مقصر کنه خیال جانب داریم، نمیدانم طالب پاکستانم بد است دیگه هم است. امی خودت یک نفری که خود پالش کرده نتانه، زندگی خود یک تحول آورده نتانه، او چطور میتونه یک تغییر در یک جای دیگه بیار؟ امو شمع را میگه که زیر شمعش خودش تاریک است و دیگه را میخوای روشن بزن. کوشش کنین که بالای خود کار کنیم. هر انسان در گروی اعمال خود هست. شما ببینید چی کرده میتونه. بلا اختلاف داریم و شما هم گوش نمیگیرین و فلانی نمیکنین. دا خبری ریحا صاحب یا چه تو که چه اقای نبلده ای بخبرو که زتات هم هم سفارش داده چه رازه و روره یا طریق یا تحلیل همی خود علم رساندن یک توفیز که برای دیگه میتین. در امریکا همی پوانتون ها همی سیمینار ها همی چارج میکنه، پول میگیره. یک سیمینار یک مؤسسی که دو هزار یا سی هزار مستخدم داره، یک آدم میاره که اونا را افکارشان برای تولید و توجه به مشغله و دیگه و دیگه معالد بسازه، او را میته. فرزن اینجا یک نفر بود به نام براین تریسی. این براین تریسی یک ده پانزه بیس سال پیش یا بیست پانزه سی سال قبل من هم کسیتا و اینا از او را دارم. با خدا او آدم یک کسیتش اگه شما بشنوین در زندگیتان یک تغییر مثبت میه. یک امریکاییست، مسلمان هم نیست. امی تایم منیجمنت، یعنی خود زندگی انسان که دوباره یاد نمیشه، مثل آب است میره و دیگه بر نمیگرده. اینقدر ما او را به جا صرف میکنیم، امی کسیتای زیر ما شنیدیم با خدا اینقدر زایات داریم در امی 24 ساعت وقت خود به جای مصرف میکنیم. اگر امو اصول دیده شوه، او آدم هم میخواستن امی کمپانی های مؤسسات انتفاعی برای از او آدم در یک هفته در حدود 60,000 دلار میداد که لکچر بده همی 20,000 آدم ها. بعد از او که او 60,000 مصرف میشد، سال دیگه اونها 2 میلیون 3 میلیون دلار مالیاتی از اونها بالا میرفت. به اول لحاظ سیمینار یک کتاب، یک مطالعه، یک چشم آدم باز کند، یک ملک تعلیم قرار داریم. افغان ما بدون همی یک القی معلومات داره که در اونجا دور خوردن میره میره، وقت خود ضایع میداره. فراتر از او برین، یک چیزی اگر میتانین یک سنگ بالای سنگ بگذارین. دیگه به او خاطر ما برای خودت و دیگاهی که با شمول خود ما بیاین توانایی های خود که در امریکا شما بیشتر توانایی دارین. در یک ملکی هستین که اینجا هیچ شما عذر ندارین، عذر مادی ندارین، عذر تعلیمی ندارین، آزاد هستین. در اینجا جنگ هم نیست، نه طالب است که ریشتان چک کنه و نه نمازتان که چند دفعه نماز میخوانین و نمیخوانین. با اصول رفتار کنین. به هر حال یک یک دقل دوستانی عزیز که لینای ما مشغول. بله سلام علیکم. الو الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم برو رو دسی یه دقل زر زر روخه گیگه چی بیاد نور لینونم رک دی خواه. وقت کم نکور دی ودان سی سیب سی وقت را کمی سلامت سی ما خواهد دی پخوانه هیل پالوان دا بیا هیل کیج لسان مطرم سخه چی دروغ جوری سراغ مرده، نه یوازې مرده بلکه قتل عام په اصطلاح روان. وو پیګم خبر روانه ده. ستا یوازې ستا نوم لوړ بسي او خلک به تا ته دعا کوي. کوي کوي هغه موږ غواړو موږ غواړو چې هغه سوله وکړو. زه په دې فکر کې یم چې دا علت ته ډېره توجه وشي. معلولات پرېږدئ چا سر مات شو نه شو. هغه یو هغه و یو سړی ووایي دا د ویالو و راتله یو د هغه دریا و دا هره ورځ به راته و ناست به و چې دا مړي به راغلي نیم به نیم ځانه و نیم به مړو راویستل به یو څه ثواب به یې ګاټه دا د کار هېڅ نه خلاصېدي. بیا سړی ورته راغی وایي دا کوم چې راځي ویل دغه اوبه یې راوړي ولا ورور دلته ناست یم چې دغه خلک یا خکې کم یا بوزم چې لږ زه بېرته را جوړ شي دا اوبه یې راوړي. بیا هغه ورته ویل خدای دې خوار نه که دا نه خلاصېږي. وایي څه وکړم؟ وایي راځه چې لاړ شو چې دا پاس کوم دا ولې دا راځي. هلته چې لاړ چې دا هر څوک چې راځي اوبه وچکي یو سړی د ټېله کوي. نو بیا هلته لاړ هغه سړی مړ کړ بیا باد لغوي او مړی رانغی. زه وایم دغه علت پسې ګرځه چې علت سم شي بیا معلولات هم سمېږي. پوه شوې په خبره؟ نه علت خو صاحب محترم وخت سرکینن یا خبری ونکا و رغبل ونکا خبری کهی مگر دقا دی خبرو ندی دا قاتلان دا غلی و لگلی دی دوی باید خپل اول دوی مرکی اصلاح سی
دوی نه قصاص واخیستل سي چې دا مړیم کړي دا مصیبت هم پېښ کړی دا هغه نه دي دا خلک چې دي دا هېڅ ناقصه خلک دي دوی نه غواړي چې سوله وکړي دوی تللي چې سوله ونه کړي زه چې فکر کوم دوی لیږلي چې تاسو سوله مه کوئ هر څه چې هغوی ویلې زه د غږېږي چې دا حکومت دوام وکړي او امریکا هم همدلته ګیري په دا خټو کې په افغانستان کې بیا موږ ژوند ولرو ارام بلې سلام علیکم الو کما که مختصر لطف کنین صاحب بله خداوند خیر بتون میبینم که چی یک دروغای شاخدار چی یک مفسد چی یک دزدان حکومت هر گرفتن که هیچ شرم و حیا ندارن خجالت بکشن مگان بار خطاب سر فکر میکنم اگه گوش چشم من مشکلات هست های کدام پرابلم دارم اینا هیچ نمیبینن هیچ عقل ندارن و این کسای رسانه های که دم بیکارستن در طرف دانشان قف پر میکنه و گپ میزنن بعضی طالبا خجالت بکشن که سکولر های شولایی های کمونست ها همه اینا ناکام شدن خداوند لعنت خداوند بالایی اما تو مردم ظالمه که دلسوزی افغانستان ندارن دلسوزی اسلام ندارن لعنت خداوند بالایی بله، چقدر بله. خاک بچ شمای مردم میزنن و این مردم هایی که وقت خدا زایی میکنن خطاب سایم واره بگو پرسنالی باره مایی فون بزنین جوابشان بطی نایف تای مکتان نایف وقتتان بله هست دیگه بله خدا فست اول هم دمیه قفص شما یک پرنده آزاد بگذارین تا ماها و نولک میزنه که اونجا برای که آزاد باشه او برادر نه طالب است نه ملا است نه دیندار است می خود این نطفه انسان و حتی حیوانات وقتی آزاده گذاشته شده بود آزادی و استقلال دوست داره و یک کسی که نمیخواه که برای طالب بره برای خوب بره که استقلال بره. نلسن مندلا مسلمان نبود یا گاندی هم مسلمان نبود یا همی شاپوستای امریکایی که مارتن لوتر کینگ میخواست استقلال از اونا را از زیر سلطه سفید پوستا و تعصبی که بود اونا خو مسلمان نبودن میره خود در نطفه بشر همی استقلال و آزادی حتی در دین اسلام یکی گفت که جبر و اکراه نیست او در بخشی که یک نفر به اسلام با زور و با اکراه و با جبر مشرف نمیشه او باید از دل و دماغ بدانه که اسلام چی است باز وقتی در دا اسلام داخل شد به رضای و رغبت خود با منطق خود باز او مسئولیت ادار اگه این صوته رو ورداری که اگه مسلمان نبودی مغزای تا میپرانم باز او آدم مسلمان نیست در حقیقت مگر در امور وقتی که یک نفر اسلام پذیرفت اجتماع هم پذیرفت حکومت هم اسلامی دیگه مثل که دکتر نجیب والا شهید است چون در افغانستان یک جامعه سنتی است ولی امیر می خواهیم که در ذهن مردم بگذاره که آدم شهید است در حالی که او شهادت رد می کرد قرآن رد می کرد یک متریالیست یک آدم بود که یعنی مطلق مخالف قرآن و شهادت و جهاد و این چیزها را نمی پذیرفت یا بعضی کسای دیگه که می پرچمی و خلقی ها او را میخواه از طریق دینی ذهنشینی مردم بسازه که یک آدم بسیار خوبی بوده خب مگر شما خوب از او را میدانین باید بدانین نه دیعقل که او اگر هم شده شهادت تو خب مربوط خداوند است که میپذیر شهادت یک نفر مگر در عالم اسباب و مغز و کلا آنچه تدریس دین اسلام است خب او آدم هیچ عقیده به این چیزا نداشت اگر او زنده می بود شاید دودگام قار می شد که چرا مرا یا فرزن یکی از امیه همی انایتا را مرده بود در اونجا در آلمان این پرچمه همه جمع شده بودن سایم تابوتی از را توسط یک قدیفه سیاه مشکی گفته بعضی ها همه آیتای قرآن ده بود نوشته شده بالا از اموز خانم هیچ به چیزا عقیده نداشت روی چیر میکرد زیر پای خود مینداخت مگر صرفی که مردم اقوا بوداره از دین استفاده ها صورت بگیره بله سلام علیکم بله سلام علیکم بله آقای خطاب سلام و درود میرسونم و علیکم سلام بفرم بازم قاسم انام هستم پیشتر نام یاد کرین عمرم دراز و بخیر عمرت اولا من نایفم که چقدر است خب مگر عمل این تا اینجا هستیم با هم گپ میزنیم بفرم لطف شما اجازه است صحبت بکنیم بله بفرمایید چرا نیست بسیار با حوصله مندی شما بشنوید اعصابتون خراب نکنید نه نه اعصاب ما خراب نشد شما خراب شد چیغ نمی زدید نه نه خدا رنگ کرده بودید بازم امروز با
او زبان سرخ و سر سبز امروز شما شروع میکنم صحبت هم. با مفهوم از اینکه شما انتقاد میکنین سر رئیس جمهور افغانستان که تمام مسئولیت ها سر رئیس جمهور افغانستان هست، اما چون شما اقتصاد خواندین، یک مقوله در اقتصاد است میگن که عرضه و تقاضا. وقتی که ملت تقاضا داشته باشه نان، وقتی که ملت تقاضا داشته باشه آب، وقتی که ملت تقاضا داشته باشه موتر، هر چیزی که باشه، اما امنیت را یک گروه متحجر مثل طالبان، ببخشیم که طرفداران شما را متحجر میگم چون اندیشه های متحجر و قرن وسطایی داره، اونا امنیت بر هم زدن. اینال وقتی که امنیت بر هم زده در یک سایه یا در یک دهکده کشتزار نیست، در یک دهکده کار نیست، در یک دهکده بار نیست، هیچ چیز نیست، تمام رجوع میکنه به شهرهای کلان. آیا واقعا در این وقت در هم زدن امنیت آیا رئیس جمهور مقصر است یا اون گروه غارتگر، اون گروه آدم کش؟ این از یک سوال است که شما جواب بدین و بعد یک سوال دیگه میکنم. اول خواه امیر از خودم بپرسین، شما مسئول جهاد بودین علیه ارتش سرخ، کاکایتان باز مثال میتونم، یک شخصی بسیار شهیر و نجیب بود، مولانا بودن، طوری که شما گفتین همه تو طالبا داشتن، جهاد میکردن. امیال امروز افغانستان به اساس یک هدف، یک اپرایز است، یک خیزش است، یک جهاد است. چون شما به جهاد عقیده ندارین، به خیزش عقیده ندارین، به رهایی و آزادی شاید عقیده نداشته باشین. یک وقت خود سرخ رنگ میکنین، حال سی رنگ رنگ میکنین، و یک وقت دیگه یک بیرق دیگه آمد دو رقم رنگ میکنین دیگه. و یک دفعه باش بیادر، یک دقیقه باش، یک دقیقه باش قربان. خوب گپ زدی بان که ما هم گپ بزنیم. بیرون رفتیم. نه نه رفت دیگه. به اول حاضی اگر کنه خیال بود، خواهم کاکایتان بسیار کنه خیال یک انسان بوده که چرا جهاد میکرد. و در طول تاریخ افغانستان ای کسایی که زده اشغال جنگیده، امروز یک حکومت برحال مردمی و اینا نیستن که مردم بلوا کنه. امروز در افغانستان آتش جنگ تحمیل شده، از بیرون آمده، بی 52 آورده به نام اسامه بن لادن، وقت اتحاد شوروی آورده بود. این خیزش های مردم یک دقیقه باش کوتاه، چرا صحبت کنم؟ خب خودت خیبر بیادر، باز بیا پس از سر دیگه وقت یک دیالوگ میسازی. خب اینه من مناظره ندارم، باعث احترام شما واقعا. خب بگو دیگه تا یک سوال دیگه تا بگو بیادر که باز چی کنم. چون امی معلومات شما ندارین، شما فقط آمدین به طرفداری طالبا پشت یک او آدم. سوال دومی تا بگو قربان، بگو. سوال دوم مزید که شما چندین بار گفتین که قاسم انام، شما میتونین که گفتین بی سویه، شما میتونین که یک روز در برنامه شما لایف بشنوین، تمام بیننده های شما بشنوین، شما حرف بزنین لایف بیاریم، شما اسناد تحصیلی خود را و اسناد تحصیلی خود مرا، و شما اون روز یاد کردین که من قاسم انام 38 سال است که آرام خوردیم، دیدن که 38 سال در امریکا کی کار کرده و چه قطعه داده. من تمام اسناد خودم میارم. شما حاضر هستید که دمی بیا 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 ما یکی یکی با اول خوب وقت با زیاد رقم که خود داریم ای آده شما خوب یک دفعه گوش بگیه او زور اول و ما خون ندیدیم و یه خو یک مرچام میره، یک دانه نان میگیره، میره میخوره در سراغ خود مدره. مگر ای که ما در اجتماع خودت میخوای متجلی باشی و در اجتماع خودت خواهد جز یک چند تا شعر دکلیمه میکنی، ما خود دیگه ندید. آقای خطاب شما مسجد آباد کردین، ما مراکز فرهنگی آباد کردیم. کجا هست؟ در کجا هست؟ سوزور آورد هویت ملت افغانستان او برادر جان ما در کجا؟ نه آلی ما یک مرکز خودت آباد کردی، یک خشت برای مردم خودی چی کدی که شلستی دمی دم بیازم امیر برسان ثابت میتونم شما بیاییم شما ما خوب بیادر میشناسو میتدگی نا که دیالوگ وقتم زایی میشه سرنم زخمای مردم نمک خوب میشناسه کلی ها. اول از دین اسلام خودت برگشتی زردشتی و که چطور کهی همونجا مزید یک نفری که اول خودت مرتد هستی در حقیقت. اگر مو کاکایت زنده می بود مولوی صاحب ترخیل، باید تو اگر در افغانستان می بودی باید تو را می کشتن، سنگسارت می کرد، می کشتی. یک مرتد آدم هستی به حساب سنت اسلام افغانستان دیگه. چیزایی تا ما چی کدوم او روز گفتم باز اینا پیدا شد سر و کلید
کونه خیال هستن و دیگه هستن و سب. این مسئله کونه و نداره برادرم. یعنی اشرف غنی ناکام است و در چای کابل مردم رسیده در حکومت. برادرم یعنی وزارت مالیه کل پولار دوش دیده برادر نفرای خودم قرار کرده. او رو به طالب چی قرار است برادر؟ یک کابینه رو معرفی کرده نمیتونه او رو به طالب چی قرار است؟ یک دستگاه میاین سب حکومت نصف میکنه او رو به طالب چی قرار است؟ حکومت بسیار ضعیف است. از وقتی وزیر سلطه قرار داره، زیر امر و نهی دیگر ها قرار داره. اشرف غنی یک معلم شاید خوب شوه یا یک پروگرام های اقتصادی یک کشور را بنویسه که همینطور کار کرده از افلاس نجات داده، مگر یک رهبری خوب شده نمیتونه. یا کرزی همینطور یک آدم ناتوان، یک کاتب یا مامور دوران جهاد بود و را آورد پف کرد صاحب چپن به جانی از او کده بود و صاحب قرقلی و دیگه و دیگه. گذشته قرقلی و چپن صاحب دمو عکسایش ببینین هیچ وقت نداشته یادم. خوی خوب دست نشانده های دیگه هست دیگه. اشرف غنی چی کرده میتونه؟ اشرف غنی خواهد اقل اما هرگه خواهی صلاح بسازه که اونجا فایشخانه نباشه دیگه. او را ما به اول لحاظ برای خودت میگم و اندیشه های ما برای افغانستان است و خودت هم که مخاطب قرار میدتم ولی مرکز فرهنگی جور کنیم خودم شمال کالیفرنیا کدام است مرکز فرهنگی را؟ و ما امیال خط به خط مردم حداقل کالیفرنیا را بلد استم. این 30 سال است رادیو، مطبوعات، تلویزیون دیگه و دیگه به پیش میره. جز در یک جای اگر انانسری و اینایت ما دیدیم و یک شعره که به دستت میتم میخوایم و دکلمی دکلمی خود دکلمی هیچ به درد نمیخوره. سبدمی توی هنگامی که مردم در خون آغشته است یکی موسیقی و ساز و یکی همی دکلمی همی به کلی هیچ به درد نمیخوره. اگه عمل درست که میدیدیم یک مرکز واقعا فرهنگی را آباد میکردی، در افغانستان یک آبادی را میاوردی، در سیاست مطرح میبودی خودت، و دیگه چرا ناق بر ناق زور میزنی که همی جلت آدم از او بکشه؟ خود قرار خاموش بشید خانید. ما نمیخوایم که بعض چیزایی تا که خصوصیات تا سورم میخوایید سر پرده تلویزیون برید پرتم و وایتانم ما کلیش خبر دار. یک آدم این تو متقی و پرهیزگار و کاکاو ای چیزام نیست که به اول لحاظ کوشش کو که امو پایت از گلام دراز نکو زیادتر. از اقل ما خو میشناسمت ام برادرای تا او آدم یک محسن جان که بود او می آوردم ای هنرمندار رو می آوردن نغمه و منگل و نمی دانم بچه دورای و دیگه و دیگه اینجا ساز بود و او آدم به سیاست هم قدر دست نمی دازم. خودت که باز شلستی دیدم دوم به همی چیزا کوشش کو خودت بسیار چی داری خود خب بگی گفته بازی ولا تکس دادیم و تکسی چی برادر یک نفر کار نکده باز تکسی چی میده؟ در این 20 سال خوب داستان تا کلش خبر داره کلگی. اول در این روز روشن در خانید قرار شدی گای می کل عمر در این تلویزیون ها که تلیفون کو که گپ بزن که حالا پروگرام سجر ها میگه نمی قاسم انام پر کده یا فرزن در این بعضی برنامه یک نفر که قدر وقت داشته باشه که شب و روز تلیفون کو و امید چیزای تکراری رو بگو یک چند تا لغت با هم جیل کو دیگه کو خوب درد نمیخواد. قاسم جان ایتیاد تکو در جایی که میری بیادر درست مگر پیش ما که می یکمه که قیزه تا کش کنی تکیه به جلاو که میگه می باشه رزی که باز اگه شد باز من دیگه دیگام خودت برای مردم دیگام معرفی میکن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام یکم مختصر رحمه نیسته بفرمان آقای محترم آقای عمر خطاب. السلام علیکم. و علیکم سلام. سلام با ایتان خیشتاب و شما به تمام مردم افغان تقدیم می برم. و علیکم سلام. این کامل داشته باشید. و علیکم سلام. آکیره وطن فروشان رو افشاب می کنید. بله. اشرف غنی وطن فروش می گوید که جنگ طالبان کنون خواهی تیزی می دارد. برای منفره مردم ازالات روش رو می خانه می دارد. و امرو را ساله خیالت دار. خاطر الله تعالی که طالبان کمتر شما میگرد در حالی که بین افغانستان تا تشارت دولت امریکا بوده و تمام مصارفات افغانستان از طرف دولت امریکا تایه میگرد در مقابل تعالی که طالبان برای آزادی مردم افغان خلاصی
در میشوند جنگ میدارد mm-hmm. و در اخوان خود تا به قدم میباشند چنان که بس اولسوالی ها را از ولایت به سطره بخیر جلا بردند و در فروشان شناخته شده فضا را به قرار تنجیم میدند و به مزید به دوای خود فضا میکنند با اینکرام آمتو رسوله بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام څنګه کی جوړ پخه کومه بیا در ایرمو وخت دي شو سیات ورکی بیان صاحب جرمنی کې خبر مونږ یې خسي دا یو ګوام سم مخلصین په کابل کې منتظر دي ټلیفون لاین ته پر یو چا کې تاسو هغه زه دغه په کار کوم ان شاء الله چې دا باقی کم شکر که جوړ شال د ډیر علاقه مندان دي هغه مستند خبرونه وای دا موږ پر خیله کې دا مخ شه د شپږ د نفر وخت ضایع کی دا به د سانې څه وځي بیا د سره سي هغه خبرونه مستند دي هغه یو کتابوم د ډیورن په باره کې لیکلې دي پر هغه باندې بیا ای اس ای فایر وک یو باندې ګاډې د نیو وشتې چې دا کتاب دې مستند کتاب لیکل شي کړي دي پر پوسټه کې ان شاء الله راو برسېږي دا یو خبر مستند ماته دا وای شه دغه دلاره زما دلاره تاسو ورسره مغني 200 میلیون ډالر خپل زوی ته رسول دي چې ورې دا دغه ټرمپ پر ضد چې عرفتي د دې لپاره کمپاین وکړي ولې غني حکومت دغه طرفداري کوي چې دغه تخریب کې ټرمپ تخریب کې هم مقابل تر به دغه مستند دا پیسې د 200 میلیون اورې په کابل کې موازه ده چې دا د حساب ورکړي چې دا کومه درکه د پیسې ورکړي نو د وخت نه نیسو نو موږ دا د علاقې کمانډان دي خارج په کابل کې ان شاء الله خبرونه به وایي بله سلام علیکم السلام علیکم خدمت شما محترم و علیکم السلام بفرمایید خدمت شما محترم با اجازه شما راجع به صلح صحبت می کنم بفرمایید این وقت زمانی است که به سر میز صلح به صلح صحبت میشه و اونا متاسفانه هم پیمان خود وعده خود وفا نمی کنند ما بسیار جای تاسف است که دوباره به خونریزی از طرف شروع کردن وقتی که امریکا تصمیم گرفت که میبراید و به این وعده رسیدن که ما از این مملکت میبراییم و اینجا دیگه بمباردمان صورت نگرفت و دولت هم به اصطلاح دیگه حمله نکرد اینا رو طالبان نباید که اینا پیشروی میکردن و حملات خود ادامه میدادن دیگه معلوم میشه که اینا نمیخواین که صلح شوه و اگه به صلح احترام می داشتن بس ایران می کردن هر دو طرف بله. و خواهی نخواهی بالاخره صلح میشه در بین افغان ها تاسفانه که هر وقت زودتر و زیدتر شوه و نتیجهش مثبت از برای ملت مملکت افغانستان دیگه ما بهتر هستیم که به مقابل یک دیگه صحبت نکنیم اگر احترام بگذاریم به یک دیگه خود بلی. هیچ کدام ما بالاتر نیستیم بلی. و هر کدام که اگر سرشناس هم باشه یا بلی. صاحب رسوخ هم باشه چی باشه در روز آخرت همگی به نام انسان اونجا خداوند قضاوت میکنم نتیجه جوابگوی اعمال خود های آفرین سر دیگه به او اساس ما از این آمدتنان ما خواهش میکنیم که بیاییم دیگه در قدر وقت که صحبت شد زشت درست چی فایده کرد بله. از این بازشان بله. فایده نمی کنه بله. بله. و هیچ کس از کسی بالاتر نیست و ما با هر کدام حتی به دوز افغانستان باید ما حق بدیم همون دوز تولد نشده اما باید مطالعه شده علمی درست می فهم اگر خلقیست اگر پرچمیست اگر پشت بازی صورت گرفت کلی ما شما می فهم تاریخ تغییر داده نمی تانیم بله. هر قدر که صحبت کنیم بله. تاریخ تغییر داده نمی تانیم بله. از بسلا بله از اون گذشته که بزرگا تشکر صاحب بازگپ میزنیم صاحب وقت کم است تاریخ و تغییر داده نمیتونیم مگر یک نفری که جرم کرده بود و درست از رفته در خانه خود نشسته چراغ نور دارین باز در وقت عدالت بیارینش مگر یک نفری که مکرر او وقت هم خیانت کرده ولی باز هم نشسته گپ زده میره امیل اشرف غنی چی حق داره اونجا آیت فرستاده که صلح کنه و در پارلمان گپ بالا میکنه که طالبا شریعت و قرآن نمیپذیره نمیگن با طالبا ما تا نابود میز یا او امرالله سالی یک کچک خود مندازه که غب غب سب که طالب محو میسازیم و لعنت به طالب و دیگه و دیگه در محفل یعنی معنی از این که اینا میخواین که جنگ کنن مو حیات هم که فرستاده و هم اگر
صلح هم کنه امور نمیمانن، پس دوباره و باید بین استیزان حکومت افغانستان باشه و حکومت افغانستان هیچ وقت نمیخواه صلح بیه. صلح بیه این از بین میرن، صلح بیه امریکا بیرون میشه. وقتی امریکا بیرون شد حیاتی از اونا خاتمه میابه، ضرب صفر میشه. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم آقای اسلام. و علیکم سلام. بفرم. با سلام خدمت تمام مطمئن. من کوشش میکنم که از یک دقیقه جا صحبت نکنم. پیش از اینکه سوال من مطرح کنم، راجع به قاسم عنان میگفتم، همین موضوعات تقریبا از دو سال تعدد مطرح شده میده که مولانا ترخیل یعنی نه با طالبا علاقه داشت و نه ارتباط داشت. شایده های گوناگون بر شما پیش میشه، ولی با تاسف قبول نمیکنین لذت ملوزات سیاسی که وجود داره. یعنی برادرزاده از او که بگویه بر شما قابل قبول نیست، ولی او برادر عمود بمره ما مصاحبه کده، پنج شش مصاحبه گدام میخوایم مصاحبه را بیارم پرتم و باز خودت قرار بله بفرمایید. او را ما بمرهش مصاحبه کدیم، او مرا گفت که ما تقریبا 300 طالب داشتم یا زمین ترخیل هستن. بمره ما در پیشاور بود مصاحبه کرد. اگه میشناسی خودش برای ما به زبان برای ما بشری که همیال بمرهت نشستیم مصاحبه کده، دو ساعت ما مصاحبه میکدم بمرهت. او گفت که ما یک دقیقه اجازه بتین ما برسون میگم. ما با لونا ترخیل هم نشستم. قسمی که به رزادش میگه باور کنین از فامیلش هست. مردم اجازه بتین که صحبت کنه. از افغانستان بسیار بغنج است. یعنی قسمی که طالبا میگه در آیت سیاسی طالبا را انتقاد کنین، جایی که درست میگن درست بگن، جایی که اشتباه میگن اشتباه بگن. از یک سر نمیشه که شما گرفتین. ما نمیگیم که طالب تبرئه کنیم. گپ سر ترخیل بود، میگه یک چیزی میگه که نمیفهمینی. وقتی که معلومات نداریم ما میخوایم معلومات بتونیم تا گپ نمیشنویم. شما اجازه بدین شما مرغتان یک لنگ داره. نه لنگ بان او برادر، ما کوشش کو که یک معلم داشته باشی، یک نفر کمکت کنه. اگه نه دمی تاریکی در تاریکی میمانیم تو امی کلیت پوچم تو از چی بگذارین گفت من خلاص من سوال خودم مطرح کنم. بفرم سوال خودم مطرح کنم. بفرم از بعد ازادش کرده او رو کسی پخته تر نمشناسه. نه و هم گفت که او مولوی است. بکسوردار مولانا ترخیل غفوری چیز دیگه میگه. سوال من که مطرح میکنم راجع به انجیل هست بکمت چهار هست. بفرم تلویزیون شما از هر گروه دعوت صورت میگه، ولی از گروه انگلیس هست بکمت چهار یا خود بکمت چهار به شما گروه دعوت کنین در تلویزیونتون اگر نمیترسین از پیشش، به خاطر که شرایط کنونی افغانستان بسیار بغرنج است و این آدم سفرهای میکنه به پاکستان به مناطقی که او بله درست تحت کنترلش نیست. اول من خودت یک کاری خانگی میتونم قندولک امور اگه میشناسی برش تلفن کو، چرا نه بیای مصاحبه کنه. ما خود نگفتیم چرا مصاحبه میکنه، مگر اگه میشناسین میفهمین برش تلفن کنین. اگه ما باز مصاحبه نکردم باز میگم خود درست است. بگو این آقای کریم خودت بشناسید. نه خواهد مرا بان خو ما تلفن کردیم، البته خواستیم دمین امریکا یک چند تا نماینده حزب اسلامی بود برشان گفتم قرارم گذاشتیم. باز گفت علی اومد قرارم میگم آقای خطاب، ما به خاطر وقتم کم است گردن پیش خدا و رسول بسته میشه اگر طرف بازی کنیم. او برادر درست هست. آقای طرفی چی را بازی میکن؟ کدام پشتون آوردیم سرشانه خود گذاشتیم که بروی تاجیک بکش، یا اینا سنی را آوردیم که شیعه را بکش. ما خوی کار تالی نکدیم در حضور تانم استم، یک آدم تو گمنام و که زیر پرده و که زیر ما خو واضیم چیزی که در دلم است به زبانم برت میگو. پروگرام هم لایو است و کنترول هم نمیشه و قیچی و ادیت هم نمیشه، ولی ما همی چیزی که خودت میگی نزد خداوند خو کلی چی اعمال ما همیال در آینده کلیش روشن است. قدر ما خداوند همی تو شب و روز با خدا را میرم، سلول سلول بدن ما مربوط خداوند است، اعمال ما، کردار ما، زبان ما. انسان هم هستیم، باز خطاهایم صورت میگیره. مگر اینکه علنا برم یک آدم بکشم، دوزی کنم، دروغ بگویم، منافع افغانستان زیر پا بگذارم، یا مربوط یک حزب باشم و بیایم و یک آدم قاتل بگویم. طالب هم انتقاد کنین، ولی ما خود نگفتیم شما نبین انتقاد نکنین. مولوی ترخیل ما چند مصاحبه مراجع کردیم، او مولانا بود، اونجا خود تحریک طالبان موجود نبود، مگر او آدم طالب تربیه میکرد، شیخ ال حدیث بودن. و در یک مصاحبه همی طالبا رو بسیار در دوران طالبا و اتفاقا ما هم راش مصاحبه کردیم. در طالبان دیر بر حق خلق دی ورورد در افغانستان که چالو در افغانستان بیرت سم که اسلام را ولی بلکی
اکثر وایزو پیزنم دیر شریف خلق مصاحبیش افتاده او براده. ما خب کلیم تاریخ سیاسی افغانستان، مسائل افغانستان، کسایی که رادیوی ما شنیدن، تلویزیون دیگه شاهد هستن. ما خود دروغ برتان گفته نمیتونم و ضرورت هم ندارم و فضل فروشی هم عادت من نیست. قربانیت شم. الا حکمتیار بیارم، مثل که حکمتیار کدام مرغ از ماور دارم بیارم اینجا پیشوری آزان بده. و برو اگه پیدا کدام میتونیم خودت یک چیزی که اگه هستی و میشناسیش تشویق کدام باز گمان مصاحبه نکردم باز هستی. مگر اینکه بیشین مصاحب ماها و زاری وزر کنم. ما برادر خود ما عقل دارم از افغانستان اخبار تشریح میکنم. بله سلام علیکم. الو. بله. بله. بله سلام علیکم برادر خطاب. و علیکم سلام. بفرم. بله سلام علیکم برادر خطاب. و علیکم سلام برادر. برادر خطاب امروز در افغانستان که قدر کشتار میشه مردم اهالی و بیگناه تمامش انمی دولت توسط تیاره بهمای کور میندازه و به هر جایی که مردم بیگناه کشته میشه توسط توپای جی سی خود از انمی دولت اداره ارگ مردگوا کشته میشه. نه ورد نگویم. آه تشکر لالا والا همه تو راست. بله سلام علیکم. یک دقیقه صاحب. بله بله خطاب صاحب. بله یک دقیقه صاحب وقت دارین بفرمایید. خطاب صاحب محترم سلام علیکم. و علیکم سلام بفرمایید. خطاب صاحب محترم سلام برای شما و کسایی که صدای ما رو میشنوند. خطاب صاحب محترم ما ایرا اطمینان دارم که 95% تو مردم افغانستان تو را دوست دارن. والله اگه به تو زنگ ندنن دوست دارن به طرف هیچ خبر ندارم. اگه تو پشتون از پشتون دفاع میکردی یا تو ما بیادر ما بیادر از گپ گوش بگی از پشتون چرا دفاع نمیکنم پشتون نکو گپ گوش بگی از اگر تو تعصب قومی نداشتی مثل می لندنی که حالا پیشتر تلفون کمی جناح شورای نظار بو یا کدام رزیلی که هست همش تو در حریم شخصی یک نفر در ناموس یک شخصی یک نفر تلفون میدونه همین رزیله همی کسایی که اگران تاره که میفهمی که اینطور چیز یک خط سرخ چیز مثل ایراتی که بود همین تو جواب بتینیم مردم میمره دیگه همین چند نفر بخی جواب بتینیم نه 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 یک نفر من دوست دارم خدا و راستی 5-300 مردم دوست داره در افغانستان مرد اگه در اطراف افغانستان تو گره تو هم اطرافی سی اگه در واشنگتن دی سی تو زندگی کنو اونو با مو سویا تو زندگی میکنی قربان و یک چیز دیگه ای که کسایی که وطن از دوست دارن بله. کمک کنن طالبا رو کمک کنن من خود ما دور بله مولا گفتم نصف معاش بله بله طالبا رو تشکر لالای گلی ما تشکر که طالبا کی کمک میکنه نمیکنه ما بیادر اینجا میام تحلیل خودم میکنم اخبارم در میان مندازم تحلیل و تفسیر ما فرق میکنم اگر متفاوت هستم از دیگرا اون چی میبینم واقعیت ها رو بیان میدارم دلایلم میگم خبرم پخش میدارم یکی باز کی کنه خیال کنه فکر رو روشن فکرم برای تشریح میکنم کی از چی کده بله من دلم پاک دلم با خدا یک روز آدم نمیره یک روز در این زندگی ولی راست میگه بله سلام علیکم بله السلام علیکم و عمر صاحب خطاب و علیکم سلام احترامات هست تقدیم اومه و علیکم سلام یکی از حوادثه که در اون وقت زمان طالبا در وقت امیرالمومنین و ملا عمر اتفاق افتاد امی آقای یا مولایی صاحب تراخیل خودشان به قندهار تشریف بردن در اونجا در مجلس علما امی خود از اینا خیستن و مولوی صاحب عمر به صفت امیرالمومنین در اونجا انتخاب کردن آفرین امیر مرم گفت بله این مسئله کل دنیا خبر داره از این مسئله یک مسئله مزاق نیست یادم بسار یک آدم بیمالومات هست همیشه باید پروگرامه شما تخریب میکنه یک اقده ای گفایی داره که بیجین اثر تا آخر به شکل اقده واری پیش میبره آدم خب من که من میخواستم کمی رو در من میفهمم شما از مسائل خبر دارن من میخواستم میره به یاد تمام مردم بیارم که مولوی سترخیل و امیر المومنین و مولا مارا به صفت امیر المومنین در آغازان انتخاب کردن در مجلس علماء 1300 نفر اوجه بودن تشکر وقتا نمیگیرم با امان خدا این میره در یک مصاحبه اتفاقا فراموش کرده بودم باید ما آوردین امیرم برای ما گفت حتی ای را گفت که ما در یک بخش بسیار خندام کردیم آدم بسیار ظریف هم بوده خداوند بیامرزش بسیار آدم خوبی بود امی مولوی ترخیل در زمره امی
خودسران احزاب جهادی نبودن، مگر چی میگم تو راستگوی تو آدم ترتگوی شر کاکا آدم بود. برای یک صحبت هم کرد، باز آزارش دادم، گو والا میگه ما در پشتو برای ما میگه ما در می ترخیل میگه وقتی 300 نفر طالب شاگرد ما بود، میگه ما امو احادیث و قرآن و اینا رو برشان درس میدادم، میگه برای ما آمد که دیگه ترخیل بیادر در فلانی جای آروسی صاحب رقص است و صاحب بدعات است و خرابی میکنه و دیگه، میگه ما می طالب ها رو روان کدم و صاحب امو آروسی رو یکی برهم زد و صاحب ارمونی رو شکستاند و تبله رو. باز ما را گفت مصاحبه همیال ما هست پیش ما، میگه ما حالی که فکر میکنم چندین سال بعد کاش که ما ارمونی ها و تبله را نمیشکستاندم، میبردیم میفروختیم و را بر مصارف مدرسه با درد ما میخورد. باز ما گفتم ما هست دا خو حرام ده و اینا صاحب اقا فتوه ده صاحب چاقا حرام شای حلال تا چرا وردی اقا دیر خیده یه چیزایی برای ما گفته، ما ای تو از بخلطه و از دل خود نمیگم. امیرم که امیرالمومنین انتخاب کرده در محفل امی آدم بود اونجا. گران دوستان و تاسیاری و خدای سپار رو قاسم انام هم خدای آر جانش خداوند دورم اصلاح بسازه و دیارم یا آقای فریجان هم هر کدامشان نظراتشان متفاوت است، امون نظر داره امون رو ما هم تکریم میکنیم. مگر معلوماتی که ما دارم و ما در متن حوادث 30 سال بودیم، یک نفر از امی کسایی که در مطبوعات و جلوی میکروفون و کمره از زن تا مرد میشینین بونچکی از اینا نبود. و ما بیادر از امو کنه پیخای از امی هستم صاحب که از امو کابل که در و دیواری از او ساچمه خورده، از امو وقت تلویزیون ما آغاز شده، رادیو آغاز شده تا این دم سالها هزارها ساعت ما مصرف شده در مطبوعات. دیگه وقتی که ما برتان میگم با وجدان پاک برتان میگم، برای ما خدا مهم است، ولی اگر بیادر پروای کسی دیگر هیچ ندارم. بنان آنچی برتان عرض میدارم، ما به اثبات ثبوت کست دارم، صوت دارم دیگه دارم. گران دوستان و تسیاری و پخدای سپارو پا مخم کرده، خدای پا امان بیا بسرقه گیم.